با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان رو در تاریخ 26 یونیه سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. جناب آقای سلمان یزدانپناه با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه سال 1401، جناب آقای داوود لطفی با بررسی کنوانسیون اعلامی حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع زنکشی، جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع کودکان کار روز جهانی منع کار کودک و جناب آقای امیر حسین کریمی با موضوع اعتراضات مردم. در بخش فرهنگی معرفی کتاب رو داریم، معرفی کتاب جنایات و مکافات اثر داستایوفسکی و جناب آقای حسین سعادتی در واقع مدیریت این بخش رو بر عهده داره. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع عدم تبعیض روز جهانی پناهندگی. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از آقای سلمان یزدانپناه دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه سال 1401 رو به اطلاع شما برسونم. جناب آقای یزدانپناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خسته نباشید، میگم خدمت تمام دوستان و همکاران. خبر اول از با محیط زیست شروع میکنم. جان باختن 150 محیطبان در محیط زیست. چند نفر شهید اعلام شدن؟ فارس نوشت فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به در جریان بودن فرایند اصلاح و متمم قانون به کارگیری سلاح توسط محیطبانان در مجلس و فراکسیون محیط زیست گفت از تعداد 150 نفر محیطبانانی که در محیط زیست جان خود را از دست دادند، 49 نفر از سوی بنیاد شهید شهید اعلام شدند. سرهنگ جمشید محبتخانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهریار ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای محیطبانان اظهار کرد. قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی محیطبانان دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در حوزه بیمه الحمدلله مشکلات ما را مرتفع کرد. وی با اشاره به موارد نیاز به اصلاح این قانون از سوی مجلس گفت اصلاح قانون به کارگیری سلاح مصوب برای محیطبانان تکاپوی نوع کار محیطبانان رو نمی‌دهد و محیطبانان در مناطق چهارگانه باید با افرادی که مسلح به سلاح گرم غیر مجاز هستند مبارزه می‌کنند و در این درگیری‌ها احتمال شهادت یا جانبازی محیطبانان وجود دارد. فرمانده یگان محیط زیست کشور بیان کرد انشاءالله اصلاحیه و متممی نسبت به این قانون که درخواست آن کتفاً اعلام شده و منتظریم که با پیگیری‌های صورت گرفته این مهم که در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون‌های دیگر در جریان است محقق شود. سرهنگ محبتخانی با اشاره به آمار شهدای محیطبانان گفت از تعداد 150 نفر محیطبانانی که در محیط زیست جان خود را از دست دادند، 49 نفر از سوی بنیاد شهید شهید اعلام شدند. وی تصریح کرد پرونده الباقی جان باختگان محیطبان در بنیاد شهید مفتوح بوده و یا شرایطی که این عزیزان جان خود را از دست دادند به علت درگیری نبوده و یا بعضا به علت تصادف در حین ماموریت یا سوانح دیگر بوده که حال در پرسه شهید اعلام شدن این عزیزان کار را پیگیری میکنیم. این خبر مغایرت دارد با اصل 22 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می‌دارد حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی قانون تجویز کند. خبر دوم مربوط به تداوم بازداشت و بلا تکلیفی سه نوکیش مسیحی در زندان لاکان رشت است. احمد ملقب به یوحنا سرپرست، ایوب ملقب به فرزین، پور رضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری مشهود
مشهودکاری سه نوکیش مسیحی بازداشتی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت به سر میبرند. این سه نوکیش مسیحی اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. به گزارش خبرگزاری خرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد سرپرست گروه، ایوب پورزاده و مرتضی حاجب مشهود، مشهودکاری نوکیشان مسیحی در زندان‌های لاکان رشت در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان در این باره گفت این سه شهروند در حالی به صورت بلا تکلیف در خصوص پرونده جدید در زندان به سر می‌برند که هنوز پرونده قبلی آنها در مرحله تجدید نظر بوده و رأی نهایی صادر نشده است. آنها در این پرونده بدون اینکه جرم مرتکب شده باشند از بابت اتهام تشکیل کلیسای خانگی که یکی از اتهامات پرونده پیشین این شهروندان است تفهیم شده و قرار بازداشت موقت آنها صادر شده است. احمد سرپرست و ایوب پورزازاده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و نهایتاً در زندان لاکان رشت منتقل شدند. همچنین مرتضی حاجب مشهودکاری نوکیش مسیحی ساکن رشت در تاریخ 20 اردیبهشت ماه پس از مراجعه به دادسرای این شهر بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد. این افراد در فروردین ماه امسال در خصوص پرونده پیشین خود توسط دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهاماتی از جمله تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و فرقه برانهامیز در خارج از کشور هر یک به 5 سال و 1 روز حبس و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. جلسه دادگاه تجدید نظر آنها در تاریخ 2 خرداد ماه در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان برگزار خواهد شد. این عزیزان نوکیشان مسیحی و از شهروندان ساکن رشت هستند. لازم به ذکر است علارغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می شوند، با این حال دستگاه امنیتی مسئله گرویدن مسلمانان مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می کنند و برخوردی قهرآمیز با فعالان این عرصه دارند. این خبر مغایرت دارد با ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اعلام می‌دارد هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. خبر بعدی مربوط به کودکانی که نتونستن ادامه تحصیل بدن و به خاطر حال مسائلی حالا اعلام می‌کنیم از تحصیل جا موندن. 3624 نفر بازمانده از تحصیل در زنجان شناسایی شده است. به گزارش خبرنگار مهر علی اسماعیلی روز سه‌شنبه در جلسه شورای دادگستری در محل استانداری زنجان بر لزوم اهمیت توجه و حمایت روانی از دانش آموزان اشاره کرد و گفت متاسفانه در مدارس در بعد مشاور کمبود داریم که مشاور در مقطع ابتدایی وجود نداره. به با بیان اینکه کمبود نیرو داریم اظهار داشت اهمیت تعریفی در سیستم تعلیم و تربیت در حوزه مددکاری وجود نداره. مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بر لزوم ضرورت شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت این کار از اقداماتی است که باید انجام دهیم و در این راستا باید از ظرفیت مدیرها، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها بهره برد. اسماعیلی تاکید کرد متاسفانه فرهنگ حاکم در مناطق روستایی اجازه نمیدهد دختران در روستاها تحصیل کنند. وی گفت 3624 نفر بازمانده از تحصیل در سه دوره در استان شناسایی شده و در حالی که محرومیت‌های متعددی وجود دارد و آمار حاکی از آن است که نیمی از دانش آموزان در شهر زنجان نیازمند توجه هستند. مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد 217696 نفر دانش آموز در استان مشغول به تحصیل هستند و پوشش تحصیلی 100% ابتدایی رویکرد استانی تعریف شده است تا به این مرحله برسیم. اسماعیلی به موزل کلاس‌های مختلف نیز اشاره کرد و یادآور شد در زنجان حدود 60% دانش آموزان دختر و پسر در کلاس‌های مختلف حضور دارند. وی به بحث ازدواج زودهنگام دانش آموزان در استان اشاره کرد و گفت در این حوزه جزء مقام اول کشوری هستیم که بازماندگی از تحصیل را به همراه دارد. این خبر مغایرت دارد با ماده 26 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اعلام می‌دارد الف هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.
آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب. آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی را و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. خبر بعد مربوط به خانم مریم اکبری منفرده که مدت ها 13 سال توی زندان بدون مرخصی. گزارش از آخرین وضعیت زندانی سیاسی خانم مریم اکبری منفرد. طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی تبعیدی دوران محکومیت خود را در زندان سمدان سپری می کند. بر اساس این گزارش، علارغم درخواست مکرر جهت انتقال خانم اکبری منفرد به زندانی در محل زندگی خود و موافقت زندان سمنان، تا کنون با این درخواست مخالفت شده است. او که از بیماری کبد چرب رنج می‌برد، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است. یک منبع مطلع وضعیت خانم اکبری منفرد گفت مسئولان زندان سمنان خود اعتراف می‌کنند که شرایط نگهداری مریم اکبری منفرد را ندارند و در این باره نامه هم نوشتند. با این وجود دادسرای اوین همواره با این درخواست مخالفت کرده است. همچنین منبع در ادامه افزود علارغم محدودیت‌های اعمال شده برای خانم اکبری منفرد در زمینه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، اگر ملاقاتی هم صورت گیرد در محیط باز و زیر نور آفتاب بدون کمترین امکانات خنک کننده و حتی سایه‌ای است که بتواند زیر آن قرار بگیرد و ناچار در این شرایط با خانواده‌اش ملاقات می‌کند. مریم اکبری منفرد از دیماه 88 دوران محکومیت 15 ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می کند. مریم اکبری منفرد ساعت 3 بامداد 10 دیماه 1388 و پس از حوادث عاشورای 88 بازداشت و در خرداد ماه سال بعد توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام این زندانی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است. اما خود او آن را وارد ندانسته. وی پس از حدود 9 ماه تحمل حبس در یک از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین، بند متادون و بند زندان اوین از مهر ماه 89 در زندان رجای شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت 90 به زندان قرچک برامین منتقل و پس از مدتی و در پی نامه‌نگاری‌های متعدد به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم اکبری منفرد در تاریخ 19 اسفند 99 از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با مواد مخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتاً بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد. لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای 60 و 63 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال 67 و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند. خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است. این خبر مغایرت دارد با ماده 7 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اعلام می‌دارد همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض به سویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانونی بهره‌مند شوند. اینجا اخبار تموم می‌کنم و تشکر می‌کنم از وقتی که من دارید. سپاسگزارم جناب آقای یزدانفرا، متشکرم از شما. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارند خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سپاس از همه همکاران عزیز، متشکرم. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای داوود لطفی با
بررسی کنوانسیون اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام و عصر بخیر خدمت همکاران. بله، برای بررسی این بخش از کنوانسیون ابتدا به جزئیات این اعلامیه میپردازیم، سپس اصولی از قانون اساسی ایران رو که موافق با این اعلامیه است رو با هم مرور میکنیم. اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله مباحث حقوقی و از جمله اسناد حقوق بشریه که در 25 نوامبر 1981 به منظور مبارزه با تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده. از بدو و شکل‌گیری نظام حقوق بشری مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده. منشور ملل متحد به سال 1945 در بند 3 ماده 1ش حصول همکاری‌های بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان را بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب به عنوان یکی از مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد می‌دونه و مجدداً در مواد دیگر نیز بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیضی تأکید کرده. همچنین در تمامی اسناد حقوق بشری به نحوی اصل عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب و عقیده رو شناسایی کردند. به عنوان نمونه میشه به اعلامیه جهانی حقوق بشر به سال 1948 در مقدمش و ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به سال 1966 در بند 2 ماده 2 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به سال 1966 در بند 1 و ماده 2 صریحاً اصل عدم تبعیض رو مطرح کردند. به این ترتیب ممنوعیت اعمال هر گونه تبعیض در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی همواره جزء اهداف نظام حقوق بشر بوده. اما از اونجایی که با وجود تمامی این تأکیدها جامعه بین‌المللی کماکان شاهد بروز انواع و اقسام تبعیض‌های ناروا نسبت به افراد، تلاش‌های متعددی در جهت مبارزه با برخی از اشکال تبعیض که ظهور بیشتری دارند نیز مورد اهتمام قرار داده که ثمره این گونه تلاش‌ها رو میشه به تدوین و تصویب اسناد خاصی توی این زمینه مشاهده کرد. اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض و تعصب مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله این اسناد حقوق بشریه که در 25 نوامبر 1981 به منظور مبارزه با تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده. این اعلامیه در قالب یک مقدمه و 8 ماده به تصویب رسیده. در مقدمه اعلامیه با اشاره کوتاه به پیشینه اصل عدم تبعیض و برابری همگان بدون هر گونه تبعیضی در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشری و همچنین با اشاره به این نکته که نقض حقوق بشر و به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده منشأ بسیاری از جنگ‌ها و رنج‌های تحمیلی به بشر بوده، بر نقش مذهب و عقیده در دستیابی به اهداف صدای من رو دارند عزیزان؟ بله جناب آقای لطفی. من پوزش میخوام. چون پیامی دیدم. من پوزش میخوام ادامه میدم. و نقش مذهب در و عقیده در دستیابی و اهدافی چون صلح، عدالت و غیره و ضرورت از میان برداشتن این انواع تبعیضها و حفظ این آزادی ها تاکید میکنه و چنین مقرر کرده. با توجه به اینکه یکی از بنیادی ترین اصول منشور ملل متحد کرامت و برابری جدایی ناپذیر تمام آحاد بشره و تمامی دولت‌های عضو جداگانه یا به همراه دیگر دولت‌ها متعهد شدند با همکاری‌های سازمان ملل به منظور توسعه و تشویق احترام مؤثر و جهان شمول به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون هر گونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل کنند. با توجه به اینکه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا هر نوع عقیده
به طور مستقیم یا غیر مستقیم منشأ جنگ و رنگ چای سنگین بوده که به بشریت تحمیل شده، به خصوص در مواردی که تبدیل به ابزاری میشه جهت مداخله بیگانه ها در امور داخلی کشورهای دیگه. به همون اندازه شعله دشمنی و انتقام رو در میون انواع مردم و ملت ها روشن میکنه که نمونه اون رو میشه سوریه، در سوریه و عراق و یمن و افغانستان مشاهده کرد و این پایانش نیست و هنوز از ابتدا بوده و ادامه هم خواهد داشت. اعتقاد بر اینه که آزادی مذهب یا عقیده باید به تحقق اهدافی چون صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان ملت‌ها و از بین بردن ایدئولوژی‌ها یا اقدامات استعماری و تبعیض نژادی یاری کنه. اما نخستین ماده اعلامیه یکی از بنیادی ترین حقوق بشره که همان آزادی فکر و وجدان و مذهب رو مورد شناسایی قرار میده. در ماده یک شامل چند تا بنده. بند یک، هر کس حق بهره‌مندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب رو داره. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده به صورت فردی یا جمعی به طور آشکار و پنهان از طریق عبادت و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهبه. بند دو، هیچ کس نباید تحت اجباری قرار بگیره که آزادی داشتن مذهب یا عقیده رو که به اختیار برگزیده مورد تعرض قرار میده. بند سه، آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی هیچ گونه محدودیتی نداره جز اون چه از طریق قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی های اساسی دیگران ضروریه، که تو همین بندش ما میتونیم به طور واضح مشاهده کنیم که چه این بند از نقض کامل قانون حقوق بشر در ایرانه. ماده دوم اعلامیه ضمن بیان ممنوعیت هر گونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، اصطلاح نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده رو مورد تعریف قرار میده و چنین مقرر کرده: هیچ کس نمیتونه به دلیل مذهب یا عقیدهش از طرف دولت، نهاد، گروه یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار بگیره. در اهداف اعلامیه حاضر مراد از اصطلاح‌های نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده هر نوع تمایز، من، برتری یا محدودیت مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجه اون من یا محدود نمودن شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر اساس برابریه. ماده سه اعلامیه، تبعیض بین انسانها بر مبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحده و باید به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام شده و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملت‌ها محکوم بشه. ماده چهارم بیان میکنه همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در تمامی حوزه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات مؤثری انجام بدن. همه کشورها باید هر جا ضروری باشه هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشگیری از هر تبعیضی توی این زمینه رو به عمل بیارن و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه‌های دین یا سایر اعتقادات در این مسئله تمامی اقدامات مناسب رو انجام بدن. اما در ماده پنجم که به نظر من یکی از بندهای این اعلامیه، ماده های بسیار قوی این اعلامیه است، شامل چند تا بنده. بند اولش، والدین یا بر حسب مورد اولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده رو مطابق با دین یا عقیده خودشون سازمان بدن و آن نوع آموزش اخلاقی رو در نظر داشته و اعمال کنند و معتقدن کودک باید بر اساس اون پرورش پیدا کنه.
بند دو، هر کودکی باید از حق دسترسی به آموزش در مسئله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا بر حسب مورد اولیای قانونی خودش برخوردار باشه و نباید وادار بشه تحت آموزشی درباره دین و عقیده برخلاف کمال والدین قانونی خودش قرار بگیره و در این مورد تأمین بهترین منافع کودک باید مد نظر باشه. بند سه، از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت بشه. اون باید با روحیه همدلی و تفاهم و مدارا و تسامح، دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران و آگاهی کامل نسبت به اینکه نیرو و استعداد اون باید وقف خدمت به هم نوعهاش بشه، پرورش پیدا کنه. بند چهار در مورد کودکانیه که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خودشون قرار ندارن. باید توجه لازم به خواسته های ابراز شده اونا یا هر مدرک دیگه از خواسته های اونا در مسائل دین یا عقیده مبذول بشه و در این مورد تأمین بهترین منافع کودک مد نظر باشه. بند پنج، عمل به مراسم دین یا عقیده‌ای که کودک با اون پرورش داده میشه با در نظر گرفتن ماده 1 پاراگراف 3 همین اعلامیه برای سلامتی جسمی یا روانی یا رشد کامل اون مضره. متاسفانه نقض این ماده رو میشه به طور واضح و آشکار در سطح مدارس و آموزشگاه‌های ایران مشاهده کرد. با توجه به حکم قانون اساسی که در ادامه بهش میپردازیم، فقط و فقط دین رسمی آموزش داده میشه در ایران که البته آموزش‌هایی هم مخصوص سایر پیروان ادیان بوده ولی امروز متاسفانه در دسترس اونها نیست، مانند بهائیت. یه نمونه، خود من به عنوان مسلمان‌زاده که الان باور دینیم عوض شده، تمایل دارم فرزندم با توجه به باوری که دارم تعلیم ببینه که این متاسفانه در ایران مقدور نبوده. ماده ششم اعلامیه بیان میکنه بر اساس ماده 1 اعلامیه حاضر و به پیروی از مفاد ماده 1 پاراگراف 3، حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان یا عقیده باید ضامن آزادی های زیر باشه. عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده و ایجاد نگهداری اماکنی برای این مقاصد، ایجاد نگهداری مؤسسات خیریه و انسان دوستانه مناسب، ساختن و اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده، نوشتن و انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه، تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد، خواستن و دریافت مساعدت‌های مالی داوطلبانه و کمک‌های دیگر از افراد و مؤسسات، تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشینی رهبران مناسب مورد نیاز بر اساس ضروریات و معیارهای هر دین یا عقیده، رعایت ایام استراحت و بزرگداشت و تعطیلات و مراسم بر اساس احکام دین یا عقیده انسان، برقراری و حفظ ارتباط با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین المللی. اما ماده هفتم اعلامیه، حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشه که هر کسی بتونه در عمل از چنین حقوق و آزادی های برخوردار باشه. و در آخر ماده هشتم، هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر بشه که حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر رو محدود یا از اهمیت اونها کم کنه. اعلامیه حاضر از حیث قلمرو و تحت شمول آن در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی میشه و از جهت افراد تحت شمول نیز از اونجایی که تمامی افراد بشر رو بدون هیچ گونه تمایزی شامل میشه در زمره اسناد عام حقوق بشری به شمار میاد. اما از حیث موضوعی، موضوع سند حاضر خاص بوده و شامل تمامی حقوق یا آزادی ها نمیشه، بلکه صرفاً درباره محو تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده تدوین یافته. سند حاضر به لحاظ ماهیت سندی از ساختار اعلامیه‌ای برخورداره که از این حیث هیچ گونه تعهد الزام‌آور قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌کنه و صرفاً دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسیه که پایبندی به اون بستگی به شرایط و وضعیت دولت‌های مربوطه داره، چیزی که امروز در ایران شاهدشیم. مضافاً به این که مفاد اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد الزام‌آور و لازم الاجرای بین‌المللی دیگه هم درج شده،
از این جهت رعایت اون برای دولت‌های عضو الزامیه. جالب این که سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی برای دولت ایران ایجاد نمی‌کنه، اما از اونجایی که بسیاری از مفاد سند حاضر در اسناد الزام‌آور دیگری از جمله منشور سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که دولت ایران اونها را بدون هیچ قید و شرطی تصویب کرده گنجونده شده، دولت ایران از این جهت تعهداتی را در خصوص تامین و رعایت این انجارها داره که رعایت نمیشه. اما حالا در قانون اساسی ایران اینگونه به این موضوع پرداخته: طبق فصل سوم این قانون و اصول 19، 20، 23 و 26 با سرفصل حقوق ملت، اولین حقی که به ملت داده شده بر طبق اصل 19 حق برابریه. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. تفسیر این اصل اگر محقق میشد بسیار عالی بود، اما البته در حال حاضر همه اقوام ایرانی در شرایط کاملا یکسانی به سر میبرند، البته با کمی اختلاف به دلیل موقعیت اجتماعی و بهره‌مندی از طبیعت و آب و هوا. در باقی موارد متاسفانه همه گرسنه، تشنه در بی‌عدالتی و محرومیت از هر چیزی هستند و تبعیض به وفور دیده میشه. اما اصل بیستم، جایی که صحبت از حقوق برابر جنسیتی مرد و زن میکنه، البته در چارچوب اسلام، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به عنوان نمونه یه مثال کوچیک در این زمینه تساوی میشه به شهادت دادن در دادگاه ها عنوان کرد که در دادگاه باید دو مرد مسلمان شهادتشون کامله و شهادت دو تا زن قابل قبول نیست، باید 4 تا زن مسلمان در دادگاه حضور داشته باشن و شهادت بدن، یعنی نصف مردها. و اینجاست که میتونیم به تساوی حقوق زن و مرد در این قانون پی ببریم. اما در قانون اصل 21 به حقوق زنان میپردازه و نگاشته شده دولت موظف حقوق زنان رو در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کنه و امور زیر رو انجام بده: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنویش، 2 حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، که همه این موارد با توجه به شرعی بودن و موازین اسلامی قابل دسترسه. یعنی اگه مسلمان نباشه یا خلاف اسلام باشه حرف بزنه حقی نداره، و اگه این تبعیض دینی نیست نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. در اصل 22 اومده حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض معصومه، مگر در مواردی که قانون تجویز کنه. خب حالا این قانون رو کی وضع میکنه، چه کسی اجرا میکنه و بر چه اساس این قانون وضع میشه؟ در اصل 23 اومده تفتیش عقاید ممنوع، حرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، که این اصل نیز موافق با اعلامیه است، ولی همونطور که گفتیم لزومی در اجرای اون نداره، فقط بیان شده که شده باشه، ولی در اجراش قانونگذار و مجری قانون با توجه به مسائل دیگه‌ای این اصل رو اجرا میکنن. و آخرین اصل مرتبط با این کنوانسیون اصل 26 قانون اساسیه، که عنوان میکنه احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی، متاسفانه اقلیت ها خون گفته شده، آزادن، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنه. هیچ کس رو نمیتوان از شرکت در اونها منع کرد یا به شرکت در یکی از اونها مجبور کرد. متاسفانه تمام اصولی که بیان شد فقط در متن آن موافق با این ماده کنوانسیون حقوق بشره، ولی در اجرا متاسفانه به طور کامل نقض اون رو شاهدیم، تا جایی که امروز به دلیل همین تفاوت در عقاید و نظرها و آزاد نبودن در حق انتخاب که ایران دچار بحران شده
در تمامی زمینه‌هاش. اگر اقوام ایرانی فارغ از هر زبان و دیدگاهی در اتحاد با هم برای ایران بایستن، میشه امید داشت که به زودی شاهد ایرانی باشیم از هر نظر آباد و قدرتمند. آمین. من سخنرانی من اینجا به پایان میرسونم. ممنون از وقتی که دادید و عرض بنده رو گوش کردید. سپاسگزارم جناب آقای لطفی، بسیار عالی. دوستان و همکاران عزیزی که در رابطه با صحبت‌های جناب آقای لطفی نقطه نظر دیدگاهی دارن، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای احمدی خواه، بفرمایید. خواهش میکنم. درود و وقت بخیر همگی دوستان. ببخشید یه قسمتی از صحبت‌هاشون من یاد مذاکرات تجاری افتاد. به قول استاد موقع وقتی یه داستانی بذاتون تعریف می‌کنم، میشید مذاکره 3 ساعت 4 ساعت صحبت می‌کنم، آخر که شما می‌خوید نتیجه می‌خوای بگیری، یعنی اما و اما، یعنی همه اون حرفایی که شنیدی علکی بود. برمیگرده به همین صحبتایی که آقای لطفی داشتن زحمت می‌کشن می‌گفتن، می‌گفتن ضمانت اجرایی نداره، اون اما است، یعنی بقیه‌اش علکی. ببخشید وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشه، خب چه معنی داره؟ هر کی خواست اجرا میکنه، هر کی نخواست اجرا نکنه. این یه نقطه ضعف بزرگی نظر ضمانت اجراییش هم باید چیزی بشه که خود افراد تاوانش رو نکشن. مثلا ایران میان تحریم میکنن، مردم فقیر فقیرتر میشه، ولی آقازاده ها پاسپورت های آمریکا تو جیبش. اگه میخوام باید اینا رو محروم بکنن از امکانات غرب، کشورهای غربی، خودشون، بچه هاشون یا منافعشون رو، نه اینکه بیان منافع و فرزندانشون خودشون مسموم باشن به طرق مختلف قانونی، ولی کن مردم ایران بیان اگر همینا اشتباه کردن، اگر همینا نقض کردن، مردم ایران بیان با هزینه کرده تحریم جنس چند برابر بخرن، اینا بازم پولدارتر شدن. یعنی مثلا شما الان ثروت آقایون رو ببینیم، مسئولین کشور رو ببینیم، قبل و بعد تحریم خیلی تفاوت میکنه. به خاطر همینه که برمیگن میگن تحریم یک نعمته. خب منم اگه قرار باشه یه جنسی مثلا 20 درصد سود کنم بشه 5 برابر سودم، خب خوشحالم، میگم بذار تحریم بشه. کاسبای تحریم همیشه بودن تو ایران. دوست داشتم این موضوع رو مطرح کنم. ممنون، متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای احمدی خواه بابت نقطه نظرتون. جناب آقای سعادتی بفرمایید. خواهش میکنم، میشنویم شما. یک سوال داشتم از آقای داوود لطفی عزیز. ایشون گفتن که من دوست دارم بر اساس باورهایی که دارم کودکم رو باید تعلیم بدم، و این کلمه باید و کودک و دین یک مقدار عجیب غریب اومد برای من. این هم خودش یک نوع دیکتاتوریه. اصلا کودک نیازی به دین نداره، باید به رشد فکری برسه، و وقتی به رشد فکری رسید اون موقع خودش نسبت به دیدگاه خودش انتخاب بکنه، وگرنه این هم یک نوع دیکتاتوریه. بعد در مورد اقوام ایران گفتن که گفتن همه برابرن. هم من فکر کنم اینجوری نیست. توی کردستان و بلوچستان اصلا مثل اقوامی که توی تهران یا نزدیک تبریز زندگی میکنن به اون شکل اصلا نیست. و این قانونایی که اینجا گفتن، من همیشه به محصول نگاه میکنم. محصول جمهوری اسلامی ایران کودک کار بوده، فقر و فحشا بوده، جنایت بوده، قتل بوده. و الان اینها یک خونه هایی درست کردن به اسم گرمخانه، میگفتن که خانم ها میرفتن اونجا و شب رو میگذروندن، که متاسفانه تبدیل شده به یکی از خانه های فساد. ممنونم ازتون. سپاسگزارم آقای سعادتی. جناب آقای شایگان بفرمایید. خواهش میکنم. مایکتون باز آقای شایگان، مایکتون رو باز بکنم. الان صدا میاد؟ بله صداتون هست، بفرمایید. بله من درود عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. تشکر از آقای لطفی بابت گزارش خوبشون. سه تا نکته رو میخوام عرض کنم. از آخری شروع میکنم که آقای لطفی راجع به قوانین جمهوری اسلامی توضیح دادن که خیلی هم کامل خودشون توضیح دادن. من یاد یک سخنرانی خامنه ای افتادم که گفتش که ملاک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، مگر آنجایی که من صلاح بدانم. این مگر آنجایی که همیشه کار خراب میکنه. تو جمهوری اسلامی شاید یه قانون اساسی خوبی داشته باشیم که من بازم ایران بهش، ولی اونجایی که یه اما و اگر. این مورد اول بود. مورد دوم، آقای سعادتی هم گفتم من خودم مخالف اینم که کودک
دین داشته باشه، کودک نباید دین داشته باشه. من نمیدونم چرا تو منشور حقوق بشر همچین چیز رو گنجوندن که کودک باید بر اساس موازینی که پدر و مادر صلاح میدونن آموزش دینی داده بشن، در صورتی که من رو نقض میدونم. صدای من میاد؟ کمی صداتون قطع و وصل میشه آقای شایگان، ولی خب ادامه بدید، فکر میکنم بهتر شدن. متاسفانه قطع شد صدای آقای شایگان، نداریم صدای ایشون رو. حالا امیدوارم که دوباره بتونن وصل بشن و صحبتاشون رو ادامه بدن. جناب آقای شایگان، من دوباره مایکتون رو باز میکنم، میتونید ادامه بدید صحبتتون رو. بله، من عذرخواهی میکنم اینترنت یه لحظه قطع شد. در مورد کودکان به نظر من نباید اصلا اجباری باشه، کودک نیاز به دین نداره. و مورد آخری هم که میخواستم بگم در مورد کلان ادیان بود. تو دولت ها که بر اساس دین مثل جمهوری اسلامی قوانینشون نگاشته شده، هیچ وقت احترام به عقاید و ادیان وجود نداشته. ما فقط الان در حال حاضر داریم در مورد ادیان صحبت میکنیم، در صورتی که خیلی از افراد تو کل سراسر کره خاکی هستن که خدا ناباورن و در مورد حقوق اینها هیچ وقت هیچ گزارشی تهیه نشده، شاید هیچ وقت هیچ قانونی تصویب نشده و این هم باز یکی از نقص هایی است که وجود داره. ممنونم که وقت برای فیران گذاشتیم. سپاس از شما، ممنونم آقای شایگان. آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. عرض ادب مجدد. من در پاسخ به حالا دو تا موردی که دو عزیز لطف کردن و اعلام کردن، این که بله کودک نباید چیزی بهش تحمیل بشه، باید برسه به شرایطی که سنی و عقلی که خودش بتونه انتخاب کنه. ولی بحثی که از در جامعه آموزشی و اون بحث محیط حاکم در ایران، تنها باوری که بهش آموزش دادیم شما داریم میبینیم و در خورد و در تمام رسوخ بچه نفوذ میکنه، نمیخوام حالا اسم ببرم، من به عنوان دین حاکم عنوانش میکنم. این دینی که امروز داره در ایران در تمام آموزشگاه و در سطح آموزشات، حالا چه پایه چه بالا، داره تعلیم داده میشه و خود به خود کودک تأثیر میگیره از این. خب حالا من چرا میگم باید کودک من این اتفاق براش بیفته؟ من این باید رو میذارم از بابت اینکه خب من دوست دارم کودک من با دید بازتری بیا تصمیم بگیره که دوست داره تو چه مرحله‌ای قرار بگیره، تو چه باور و عقیده‌ای قرار بگیره. اگر من این شرایط رو برای خودم مهیا نمیدیدم، امروز میخوام این شرایط رو برای کودکم مهیا ببینم و اینجا من باید میذارم براش که کودکم باید بره بدونه، بفهمه، این دینها رو ببینه و در کنار هم بذاره، بعد بیاد بشینه بگه خب پدر من ها هم دیگه به هیچ کدومش باور ندارم، به این دلیل یا به این باور دارم به این دلیل. تو اون موقع حالا بعد بشینی به عنوان یک پدر و کودک و حالا پدر و حالا رابطه بسته به اون رابطه داره، بشینیم هم صحبت کنیم بتونیم به این نتیجه برسیم که به اون اعتقادی که من بهش دارم بتونم یا ایشون رو راضی کنم یا ایشون من رو راضی کنه. این بابت بایده، بایده از بابت اینی که من بهش این امکانات رو بدم بتونه تعیین کنه برای خودش در آینده. اما در مورد اینکه در مورد گفتم اقلی گروه ها و اون اقوام ایرانی متاسفانه با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی، خب کردستان حالا بحث آب و هواس، حالا خوزستان آب و هوا رو نداره، مشکلات دیگه داره، همه این آب و هوا رو اگه ما بذاریم کنار، متاسفانه جامعه ایرانی با تمام اقوام عزیزی که داره دچار محرومیتن، هر کدوم به نوعی و بسته به موقعیت اجتماعی که هستن دچار محدودیت هایی هستن و محرومیت های زیادی رو دارن تحمل میکنن.
و مورد آخر بابت همین چیزی که فرمودید، اینجا میگه بابت تبعیض در عقاید و دینی. این عقیده منظور همون بیدینی هم میشه به نوع من، یعنی شما اگر عقیدت اصلا از دین جداست، من یه عقیده بیدینی دارم، خب این به من باید احترام گذاشته میشه بابت عقیده ای که دارم. پس این اون داخلش گنجونده شده در این کنوانسیون عنوان تبعیض در عقاید. این عقاید یعنی هر عقیده ای که حالا شامل باور دینی میشه یا باور غیر دینی. ممنون، عرض دیگه نیست. ممنونم آقای لطفی عزیز. بله آقای سبزی هم بفرمایید، میشنویم شما رو. درود و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان. من چون تایممونم زیاد خواهیم بریم برای سخنرانی بعدی، من کوتاه صحبت میکنم. منظورم هم خود آقای لطفی نیست، چون نمیخوام دو طرفه بشه. من کلی میگم، نظر شخصی خودمو میگم. آقای لطفی چند بار گفتن اقلیت، همین الان هم که داشتم پاسخ میدادن فرمودن اقلیت. اقلیت ببینید یه جور به نظر من توهینه. اگر لطف کنید که پیروان ادیان رو اعلام کنید و ارائه بدید توی حالا سخنرانیتون ممنون میشم. این مورد اول. و مورد دوم هم این که من نظر خودم رو میگم، چون ببینید ما کسایی که تو ایران به دنیا اومدیم هممون دیگه به اصطلاح مسلمان زاده و از این صحبت‌های دیگه اومدن در گوشمون، نمیدونم الله اکبر و از این صحبت‌ها. اما بحثی که من دارم اینه که کودک با یه سری باورها، با یه سری رویاهایی که حالا توی این زندگی خودش حالا به مرور به دست میاره، این باید، من منظورم آیه لطفی نیست، من کلی دارم میگم، اون بایدی که میاد باعث میشه که اون کودک به سمت اون باور سوق پیدا کنه. یعنی منظور من چیه؟ ببینید شما اگر دیده باشید همیشه کودکان اول، یعنی حالا دختر باشه پسر باشه، سوق پیدا میکنه به پدر یا مادر، چون میبینه. چرا میگن که وقتی خودتون کتاب بخونید بچه هاتون هم کتاب خون میشن؟ این تأثیر میذاره. اگر حالا پدر مادری بیاد، حالا من کاری ندارم به هر دینی، چه اصلا طرف دینی نداشته باشه، خب، یا اصلا مثال عرض میکنم، شاید مسیحی باشه بچهش نخواد مسیحی باشه، یا مسلمون باشه نخواد مسلمون باشه و اصلا نخواد دینی داشته باشه، بعد اون موقع تکلیفش چی میشه؟ اون بچه با اون اعتقادات بزرگ میشه، اما وقتی 18 سالش میشه، 20 سالش میشه، 25 سالش میشه و این به این نظر میاد، این فکر میرسه که من 20 سال اشتباه زندگی کردم، 15 سال اشتباه زندگی کردم و مقصر خودش میدونه، میگه خودشو گناهکار میدونه، ولی در حالی که پدر مادره که گناهکاره که این کارو کرده با بچه، تحمیل کرده باورهای خودشو به اون بچه. حالا من کاری ندارم، میخواد مسلمان باشه، مسیحی باشه، نمیدونم بهایی باشه یا هر دین دیگه. بازم ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید، من زیادم صحبت کردم، مرسی. خواهش میکنم. مرسی آقای سبزی ها. جناب لطفی اگه اجازه بدید صحبت های آقای کریمی هم بشنویم، بعد شما برای خط نقای انتهای صحبت ها بفرمایید. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیارتون. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همگی همکاران عزیزی که تو این جلسه همراه من هستن. صحبت های خیلی دقیق و موشکافانه بود آقای لطفی، ولی الان آقای سبزی هم فرمودن که تحمیل میشه. ببینید ما یه سری حالا خانواده ها هستن که تحمیل میکنن، ولی یه سری خانواده هستن که عقاید و باورشون اینه و عقاید و باورشون حالا ناخواسته یا ناخواسته در حال کودک همون حرف اولتون میبینه و انجام میده، حالا عقاید خانواده به یک کنار، ولی خب کودک حالا تا جایی که به سن بلوغ برسه، به بلوغ فکری برسه، خواسته یا ناخواسته انجام میده. به نظر من این کار باید اتفاق بیفته از آموزش و پرورش ما، که اگر کودکتون بر فرض مثال خواست طور دیگه ای فکر بکنه، پدر مادر جلوشو نگیره و تمام اینا برمیگرده به آموزش و پرورش که اصلا کودک فکر بکنه.
متاسفانه تو آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم که فقط میگن انجام بدین، دلیل نباید بخوای ازشون، این کارو بکن اون کارو نکن. ولی مثلا کشورهای مدرن میگن آقا فکر کن قبل از اینکه انجام بدی کاری رو، و وقتی به جایی رسیدی هر چیزی رو میتونی به چالش بکشی، چرا که نه. ولی خب متاسفانه انجام نشده. ولی اینکه بر فرض مثال کودکی به بلوغ فکری برسه و بعدش بگه خب من عقیدم فرق میکنه، ولی خودشو مقصر بدونه یا نه پدر مادرشو مقصر بدونه، به نظرم این مقصر دونستن نیست، این تا جایی هستش که خب بالاخره پدر مادرم میدونید عقیده داشتن بر اون چیز و انجام شده، و به نظرم کسی اینجا مقصر نیست. مقصر چیزی هستش که اگر کودک به بلوغ فکری برسه و کار رو بخواد انجام بده جلوش گرفته بشه، یا اصلا اجازه فکر دادن بهش ندن، یا خود شخص به خودش اجازه فکر دادن نده که چرا من اصلا باید به این قضیه فکر کنم و به چالش بکشم و یک تابو بشه. به هر حال ممنونم، من سخنانم رو به اتمام میرسونم، مایک در اختیار شما جناب. متشکرم آقای کریمی عزیز. بله جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله من فقط یه کوچولو این بحث اقلیتی که فرمودن آقای سبزیان من پوزش میخوام، این تو متنی بود که من خوندم، این خاطرتون باشه خیلی هم تاکید کردم که این بحث اقلیت رو اینجا نوشته اقلیت، من خودم به این باورم که بحث اقلیت اصلا معنی نداره و باید پیروان نوشته میشد، من از این بابت پوزش میخوام. منظور من این چیزی بود که در داخل این ماده نوشته شده بود اقلیت، وگرنه خود من باور من به پیروانه و باید انجام بشه. ممنون و فقط همین رو میخواستم کوچولو توضیح بدم. بله متشکرم آقای لطفی عزیز و بقیه دوستان و همکاران عزیزی که در این بحث موقع مشارکت داشتن. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع زنکشی. خانم اسماعیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام خدمت تمامی همراهان گرامی. زنان در ایران از همان بدو تولد و به دلیل جنسیتشان تحت خشونت‌های ساختاری قرار میگیرند. دختر بچه ها از همان کودکی و تحت نظام آموزشی ایران عملا خشونت های مبتنی بر جنسیت را به اشکال مختلف تجربه می کنند و مرزهای مخدوش کودکی و بزرگسالی به بسیاری از دختر بچه ها مجال کودکی کردن نمی دهد. آنها به واسطه قانون کودک همسری، کودک مادری و به دنبال آن زنکشی و قطعهای ناموسی را به طرق مختلف تجربه می کنند. کودک آزاری هایی که جنبه قانونی به خود گرفتند. زندگی روزمره زنان ایران تحت تاثیر انواع مختلفی از خشونت است که بسیاری از مصادیق آن به دلیل عادی شدگی به چشم نمی آیند. ایدئولوژی مذهبی و نظام سیاسی استبدادی و مردسالار در کنار عرفی که خشونت را تحمل و گاه تایید می کند، خشونت را به بخش جدا ناشدنی زندگی زنان تبدیل کرده است. خشونتی در ساختار جامعه ایران. قتل ناموسی پدیده ای رایج در ایران است. در یک تقسیم بندی کلی، قتل‌های ناموسی را می توان به دو دسته درون خانوادگی و برون خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون خانوادگی قتل‌هایی است که با انگیزه انتقام‌جویی از متجاوزان به نوامی است و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانواده ای او انجام می شود. قربانیان قتل‌های ناموسی درون خانوادگی معمولاً دختران ازدواج نکرده ای هستند که توسط پدر یا برادرشان نوع قتل که به قتل به خاطر شرف هم معروف است. به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار بر این که زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند اتفاق می‌افتند. افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون آنچه را که یک ننگ می‌پندارند پاک کنند. بر اساس برخی آمار منتشر شده، استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را در ایران دارند.
ریحانه دختر 22 ساله اهل کرمان بود که در 26 خرداد 99 توسط پدرش با میله و به گفته برخی رسانه‌ها با تبر کشته شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان گفت که پدر میله آهنی را در عصبانیت پرتاب کرده و میله به سر دختر برخورد کرده و باعث مرگ او شده است. مونا حیدری زن 17 ساله اهوازی بود که در 16 بهمن 1400 توسط همسرش سربریده شد. او پیشتر به ترکیه فرار کرده و مدتی پیش از کشته شدنش توسط همسرش به ایران بازگردانده شده بود. همسر حیدری پس از قتل او برای دقایقی سر بریده را در میدان کسایی خشایر اهواز در برابر دیدگان رهگذران نمایش داد و بعد متواری شد. 8 شهریور سال 1401 سینا قلندری خبر کشته شدن مبینا سوری دختر 14 ساله توسط همسر روحانیش را منتشر کرد. خبری که در ادامه زنکشی‌های سریالی که در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف ایران به بهانه‌های ناموسی اتفاق افتاده بود منتشر شد و در شبکه‌های مجازی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. مدتی بعد سینا قلندری از محکومیت خود به 13 ماه زندان و محرومیت 2 ساله از حرفه خبرنگاری خبر داد. زنکشی در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده و جسم و جان زنان تحت سرپرست خود به عنوان پدر یا شوهر کمترین مجازات را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زنکشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شدند در مدت زمان کوتاهی آزاد شده و به زندگی عادی خود بازگشتند. پدر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله گیلانی که به دست پدرش با دست در خرداد 99 به قتل رسید، علی‌رغم اصرارها و پیگیری‌های مادر رومینا برای اشد مجازات تنها به 9 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. حکمی که به گفته ابراهیم نیکتل مقدم، وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده است. او در واکنش به حکم دادگاه برای متهم مبنی بر 9 سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا گفته بود، ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود، چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 99 حد اکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود 10 سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز 9 سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است. اما میشد با توجه به خطرناک بودن متهم مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متاسفانه مجازات تکمیلی داده نشده است. قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی کند بلکه با حمایت از فرد خشونتگر به صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می کند. در موارد فوق می‌بینیم که خشونت علیه زنان در ایران از همان دوران کودکی بر زندگی بسیاری از دختر بچه‌ها سایه می‌گستراند. دختر بچه‌هایی که مجال کودکی کردن نمی‌یابند. از آغاز سال 99 به این سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی خانوادگی و همچنین خودکشی زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در 4 ماه اخیر چندین زن به دست اعضای خانواده خود اعم از پدر، برادر یا همسرشان به قتل رسیدند. زنان و دختران بیپناهی که خونشان به دست نزدیکانشان ریخته شده است. شاید بگویید به کدامین گناه تیغه چاقو در قلبشان نشست یا گلوله سینهشان را شکافت. قتل‌های ناموسی در بسیاری از نقاط ایران و دنیا در حال اتفاق افتادن است. در منطقه کردستان و شهرهای کردنشین موضوعاتی همچون مسائل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، آموزشی و قانونی که زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی و زنکشی در این مناطق شدند. فائزه ملکی دختر 22 ساله اهل روستای کوکوره از توابع سنندج که به دست پدرش به آتش کشیده شد در روز یکشنبه 11 مهر ماه 1400 فوت کرد. فائزه چندی پیش طلاق گرفته بود و در این مدت با یک نفر آشنا شده بود و قصد ازدواج داشتند که با مخالفت خانواده پسر مواجه شدند. و بعد از این ماجرا عکس دو نفری فائزه به دست پدرش میرسد که این باعث می شود پدر فائزه او را به آتش بکشد. هما حاجی پور یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی در سردشت است که به دست همسرش با اسلحه کلاشینکوف کشته شد. مجید بیتوشی همسر وی به دلیل اختلافات خانوادگی او را به قتل رساند. حاجی پور که چند سال به همراه دو فرزندش در کشور فندان زندگی می کرد برای طلاق از همسرش به سردشت بازگشته بود.
نسرین 25 ساله و اهل سرپل زهاب به همراه حامد مرادی 26 ساله و اهل ایلام، هر دو ساکن قصر شیرین، توسط برادر نسرین به قصر رسیدند. همسر نسرین پهلوانی با برادر وی تماس گرفته و گفته بود که خواهرت با فرد دیگری در منزلی به فلان نشانی هستند. برادر نسرین به آنجا رفته و آنها را از طریق گاز خانگی خفه کرده بود. نسرین با همسرش مشکلات زیادی داشت، به نحوی که چند ماه پیش از این قتل چندین بار به خانه پدری رفته بود، اما هر بار با فشار خانواده به نزد همسرش برگشته بود. وی نیز مادر دو فرزند بود. جسد سوخته یک زن جوان اهل سقز با هویت نگین شیخی 26 ساله در جاده سنندج به سقز توسط ماموران کشف شد. نگین مدرک شناسایی حقوقی داشت و در یک دفتر وکالت کار میکرد. او و نامزدش کیومرث زرقامی که از اقوام او بود به سفر رفته بودند که کیومرث به خواهر نگین زنگ میزند و میگوید نگین را به قصر رسانده است. کیومرث جسد را با 4 لیتر بنزین سوزانده و آن را پنهان کرده بود. سارا پیرزادی 23 سال داشت و در شهرستان هرسین از توابع کرمانشاه زندگی میکرد که توسط پسرعمویش آرمان پیرزادی به قصر رسید. آرمان دخترعمویش را دوست داشت و به دلیل آنچه احساس مالکیت گفته می شود پس از ازدواج وی با فرد دیگری به منزل آنها مراجعه کرده و با شلیک گلوله سارا را به قصر رسانده بود. پس از کشتن سارا به منزل خود برگشته و خودش را حلق‌آویز کرده بود. اگرچه فقر اقتصادی بر قتل‌های ناموسی تاثیرگذار است، اما فقر فرهنگی را نباید نادیده گرفت و گاهی نقش پررنگ‌تری در اعمال خشونت دارد. هرچند فقر فرهنگی و اقتصادی کاملا تفکیک پذیر نیستند و در تشدید یکدیگر موثرند. بنابراین قتل‌های ناموسی در ایران علاوه بر دیگر عوامل ریشه در فرهنگ نیز دارد. این قتل‌ها پدیده ای عمدتا اجتماعی تلقی می شوند که گویی حکومت در گسترش و بازتولید آن نقش جانبی داشته است. به گفته پروین ذبیحی، جامعه پذیر قتل‌های ناموسی یکی از مشکلات اساسی کنشگران مدنی است. فرهنگ بومی در یک سری از مناطق خیلی وقتها پذیرای این مسئله است و مردم فکر می کنند با این قتل‌ها آبرویشان را برمی گردانند. خیلی ها خانواده را به قتل تشویق می کنند و البته خیلی ها هم نه. پذیرش اجتماعی قتل ناموسی در مناطقی که با این موزل روبرو هستند از جمله موانع برخورد مؤثر با این مشکل اجتماعی است. در کنار سایر عوامل، روابط عشیره‌ای حرف اول را می‌زند. اگر رئیس عشیره گفت که این زن باید کشته شود، باید کشته شود. در مناطقی که عشیره‌ای نیستند، رئیس خانواده پدر است، برادر است، پسر عمو است و مردهای نزدیک فامیل که فرمان قتل زن را صادر می‌کنند. این واقعیت غیرقابل انکار نیست که محرک اصلی قتل‌های ناموسی در ایران حس مالکیت مردان بر زنان است. در این زمینه آسیه امینی به سنت‌های اشاره می‌کند که از پایه و اساس نادرست و زمینه ساز قتل و خشونت خانگی هم. به این زبان مسئله ناخوشایند دقت کنید. عقد دخترمو و پسرمو را در آسمان ها بستند. از چه کودکان بیگناهی در بند این پیوند مثلا آسمانی توان و انتخاب شخصی فرهایی را سلب کردند. به ازدواج‌های بر مبنای اراده قوم و قبیله، اجبار پدر و تسلیم خاندان دقت کنید. به جریانی که مالکیت بدن زن را مشروع جلوه می‌دهد. زن تحت مالکیت پدر یا همسر است یا حتی زیر سیطره مالکیت دوسویه. بدین معنا که نه فقط پدر و پدر بزرگ و برادر، بعدها پسرعمو هم اجازه دارند در مورد شما نظر بدهند. در مورد ظاهر شما، روابط اجتماعی، عواطف و احساسات شما. تغییر دیدگاهی که متضمن احساس مالکیت به زن به عنوان ناموس است، زمانبر و دشوار خواهد بود. اینکه مردان متوجه بشوند از دست دادن این اقتدار به معنای از دست دادن قدرت اجتماعی و فردی آنها نیست. قتل‌های ناموسی یک مسئله اجتماعی از نوع آسیب اجتماعی است که این آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جریان ضد انسانی است. قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگی و هیچ قانونی پذیرفته نیست. عزیزی فعال حوزه زنان با بیان مشکلات قانونی، حقوقی و اجتماعی که بر سر راه کاهش قتل‌های ناموسی است میگوید ما در 3 بُعد مشکل داریم. یکی مشکلات و تنگناهای قانونی که قبل از وقوع جرم و قتل ناموسی داریم، ماده های قانونی که زن را در تملک مرد قرار میدهد. دومین بعد هنگام وقوع قتل ناموسی است که راه را برای گریز قانونی و فرار و عدم مجازات مرتکبین قتل ناموسی باز می‌گذارد.
سومین بُعد پسا قتل است. بعد از قتل ناموسی با وجود جنازه مقتول، حق خونخواهی و حق شکایت آنچنان برای مادر و بستگان زن وجود ندارد و بعد از وقوع جرم هیچ سازوکاری برای جبران خسارت به مادر یا فرزندان زن یا بستگان وجود ندارد. یکی از مفاهیم قانونی مرتبط با قتل ناموسی قاعده قتل در فراش است که در اولین متن قانونگذاری ایران آمده است. موضوع قتل در فراش قبل از انقلاب در ماده 179 قانون مجازات عمومی برگرفته از ماده 324 قانون جزایی سابق فرانسه بود. به موجب این ماده مصوبه 1304 و اصلاحات بعدی، هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب و شتم یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از 1 تا 6 ماه به حبس تعزیری محکوم خواهد شد و اگر مرتکب ضرب و شتم شود به حبس تعزیری از 8 روز تا 2 ماه محکوم خواهد شد. این قاعده در ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 منعکس شد. بر اساس این ماده هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جهد در این مورد نیز مانند قتل است. سپس به ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 99 تغییر یافته که طبق آن قصاص و دیه شامل مردی که همسر خود و کسی که با او همبستر شده است را بکشد و این همبستری را اکراه و استرار نباشد نمی شود. از سوی دیگر طبق قوانین اسلامی پدر خود را صاحب فرزندش می داند و همین برداشت هم می تواند توجیه شود که پدر بی واهمه از قانون خود را مجاز به نابودی داراییش بداند. در 11 ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375، ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 نیز این امر را تصریح می کند. بر اساس این ماده پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی شوند. البته در کنار قانون، سنت و عرف نیز مجازات قاتلان ناموسی را دشوارتر کرده است. پروین ظبیحی یکی از فعالان حوزه زنان در کردستان با تاکید بر اینکه از مخالفان مجازات اعدام است و معتقد است که قاتل نباید اعدام شود میگوید شاکی خصوصی بعد از پدر مادر است که اگر مادر رضایت دهد قاتل مجازات نمی شود و مادر هم معمولا با چشم گریان و دل خونبار رضایت می دهد چون نمی خواهد قتل دیگری در خانوادهش اتفاق بیفتد یا اینکه پدر یا برادر مقتول چند سال در زندان بماند. در اثر فشار بیش از حد اطرافیان مخصوصا از سوی خانواده پدری بالاخره مادر مجبور می شود رضایت دهد. ذبیحی درباره شوهرانی که خود قاتل نیستند اما تحریک کننده قاتل هستند می گوید بسیاری از این شوهران بعد از وقوع قتلی که احتمالاً به تحریک خودشان انجام شده از قاتل شکایت می کنند تا با گرفتن دیه او را ببخشند و از این طریق هم مالی کسب کنند. ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد همه آزاد و برابر به دنیا آمدند. طبق این ماده تمامی انسان‌ها آزاد و برابر هستند از نظر جنسیت، رنگ پوست و نژاد در تمامی موارد. اما متاسفانه طبق مطالبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد شده، زنان تحت کنترل و سرپرستی مردان از جمله پدر، برادر، جد پدری، عمو و در نهایت شوهر هستند. که این امر آزادی عملهای بیشتری را به مردان در زمینه کنترل و در نهایت کشتن زنان را می‌دهد. طبق ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر بردهداری ممنوع است، اما متاسفانه با قوانین تبعیض‌آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی از زنان به عنوان برده استفاده می‌شود در لفافه طبق شریعت اسلام. طبق ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی انتخاب همسر برای تمامی انسان‌ها وجود دارد. اما متاسفانه در ایران این اجازه به پدر، برادر، جد پدری و در نهایت عمو داده می شود و یکی از علتهای زنکشی مخالفت با تصمیمات گرفته شده در زمینه ازدواج است. با امید بر این که بیش از این شاهد فجایع هولناک زنکشی در هیچ نقطه‌ای از ایران نباشیم. سپاس از اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. متشکرم خانم اسماعیلی، بابت سخنرانی بسیار خوبتون.
بله، البته به شما اشاره کردی در رابطه با بحث در واقع قتل‌های ناموسی که متاسفانه توی این سال‌های اخیر خیلی زیاد به کرات داریم میشنویم. البته قبلش هم بوده، شاید خیلی هم بیشتر بوده، ولی خب کمتر رسانه‌ای می‌شده. ولی خب الان با وجود اینستاگرام و تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی خب خیلی بیشتر و گسترده‌تر می‌تونیم ببینیم. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی خانم اسماعیلی نقطه نظر دیدگاهی دارید، بله جناب آقای سعادتی بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود مجدد. من یک پیشنهادی داشتم و یه نظر شخصی داشتم. من به عنوان یک اتئیست کاملا قبول میکنم که بی غیرت هستم و میخوام بگم که من هیچ غیرتی ندارم، ولی در عوض خانوادم رو حمایت میکنم. شما میتونید توی کلمه غیرت، قتل، خشونت، ضرب و شتم رو ببینید، ولی شما به هیچ عنوان نمیتونید قتل رو در کلمه حمایت پیدا کنید. من میگم چقدر بهتر میشه که به جای اینکه به کودکانمون یا بیایم در مورد غیرت توی خانواده حرف بزنیم، در مورد حمایت حرف بزنیم و کلمه غیرت رو به طور کل حذف کنیم. مثلا کلمه غیرت همیشه بار خشونت داره و ما توی تلویزیون ملی خودمون هم دیدیم که آقای احسان علی خانی برگشت گفت که برادری که روی خواهرش غیرت نداشته باشه باید به دوست داشتنش شک کرد. ما فیلم‌های زیادی رو می‌بینیم که همیشه کسی که قربانی شده شرایطش رو نشون میدن که بهش ظلم شده، مثل فیلم فروشنده. ولی آیا ما گذشته اون مرد رو هم دیدیم؟ ما فیلم‌هایی رو دیدیم که به خانم‌ها تجاوز میشه که ساخت آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و ما هر دو رو داریم نگاه میکنیم، کسی که تجاوز کرده و کسی که تجاوز شده. ما زندگی هر دو رو میبینیم و از اینها درس میگیریم. فیلم ها فقط برای سرگرمی ساخته نمیشه، یک بروشور برای زندگی ما. و بعد از اینکه من این فیلم ها رو دیدم و یه سری کتاب مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم که غیرت رو کلا از زندگیم حذف کنم و به جاش حمایت بیارم. من حامی خانوادم، خواهرم، خواهرزادم هستم و به هیچ عنوان هیچ غیرتی روش ندارم، چون اون هم یک انسانه و عقیده و باورهای خودش رو داره. ممنونم ازتون. ممنونم آقای سعادتی. جناب آقای لطفی بفرمایید. خواهش میکنم. بله، من فقط یه نکته به عرض سرکار خانم اضافه کنم، این که ما حالا سوای اون بحث قربانی های جسمی یا به نوعی حالا اتفاقاتی که باعث مرگ اون افراد میشه بر اثر تعصبات کورکورانه، ما یه سری به قولی میشه گفتش که افرادی داریم، دخترانی داریم که در خانواده هایی با تعصبات واقعا سنتی و مذهبی بسیار کهنه رشد پیدا میکنن و این تعصبات و این باعث میشه زندگی اونها در آینده نابود بشه. حالا شاید این اتفاق باعث جسمیشون از بین نره، ولی از روحی و نظر روحی واقعا از بین میرن این افراد. این دخترها به زور شاید به اجبار ازدواج کنند و به اجبار زندگی رو بخوان بهش تن بدن و زندگی کنند و در داخل اون زندگی بی نهایت عذاب میکشن. خب این دستکمی از مردن نمیشه اسمشو گذاشت و همه اینها برمیگرده به همین بحث، اینکه زن در جامعه متاسفانه امروز ایران ما و خب البته جوامع دیگه مثل کشورهای افغانستان و حالا کشورهایی که هستن حالا به تبع کمتر یا بیشتر ولی درگیرشن از لحاظ تعصبی، باعث میشه که این افراد و این دخترها و این زنان واقعا زندگی فقط بر زندن زندگی نمی کنن، هیچ لذتی از هیچ چیزی نمی برن و این عین مرگه واقعا از نظر من برای اینها. ممنونم وقتی که گذاشتید. ممنون وقتی که دادید. متشکرم آقای لطفی، کاملا درست می فرمایید. البته خانم اسماعیلی هم اشاره کردن به در واقع اون فقر فرهنگی که تو اکثر اون جوامع وجود داره. ضعف قانون هست، در اون شکی نیست که حالا ضعف قانون هست به خاطر حالا اون قوانین مردسالارانی که توی قانون اساسیمون هست و در واقع داره اجرا میشه، ولی من خودم به شخصه بیشتر مشکلات رو توی اون بخش فقر فرهنگی میبینم. یعنی اگه ما یه ذره روی اون آموزش کار بکنیم، روی آموزش به بچه هامون کار بکنیم، شاید حداقل نسل جدیدی که الان دارن بزرگ میشن یه ذره این دیدگاهشون در واقع عوض بشه
اصلا اون به قول آقای سعادتی اون کلمه غیرت کلن از ذهنشون پاک بشه، اصلا چیزی اصلا تو فرهنگ لغتشون چیزی به عنوان غیرت وجود نداشته باشه، چیزی به عنوان تعصب وجود نداشته باشه. اینو بهشون یاد بدیم که ما چیزی به عنوان ناموس نداریم که شما بخوای روش تعصب داشته باشی، خواهرت، مادرت، حالا یا دخترمو یا هر کسی، هر خانومی، خودش برای خودش شخصیت داره، خودش برای خودش عقل داره، منطق داره، خودش میتونه تصمیم بگیره برای خودش که چی کار میتونه بکنه و تو هیچ مالکیتی روی اون نداری. اگر بتونیم اینو آموزش بدیم حداقل به این نسل جدید، شاید بتونیم توی سالهای آینده در واقع هیچ خبر دیگه ناگواری تو این زمینه نشنویم، هیچ قتل ناموسی دیگه اتفاق نیفته. امیدوارم واقعا اون روز خیلی زود برسه. بله جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من فقط در مورد این کلمه غیرت بگم، منم با آقای سعادتی کاملا موافقم. ببینید شما اگر غیرت رو تو خود فرهنگ دهخدا بزنید، دقیقا فکر کنم ایستی تو مایه‌ای دقیقا جملهش حالا دقیق یادم میاد، ولی قبلا چون یه مقاله در موردش نوشته بودم، دقیقا میشه محافظت از آبرو، اسمت، شرف، نمیدونم از این موارد، یا ناموس، یا از خود این کلمات مشکل دارن و کلا ریشه عربی هم داره این جمله و وارد فرهنگ ما شده. و همین صحبتهایی که آقای ناصری هم فرمودن، ببینید من همیشه اینو گفتم، قانون سر جای خودش، آموزش سر جای خودش. من همون جوونی هستم که تو همون حالا میتونیم بگیم اون آموزش پرورش بزرگ شده، تو اونجا رشد کرده، ولی خب خانواده من جوری دیگه منو تربیت کرده، خود من برای خودم جوری دیگه ای به اصطلاح انتخاب کردم. شما فقط، من میتونم این جمله رو بگم که این آقایونی که این کار رو کردن یک لحظه فقط بیان بگن که خب اگر این قضیه برعکس بود، فرض کنید خانوم ها روی آقایون، این خنده دارم هست، این میبینید الان من خودم هم خندم گرفت ناخودآگاه، خانوم ها روی آقایون غیرت داشتن و خانوم ها آقایون رو میکشتن، یا اینکه من به عنوان یک آقا حق نداشتم با کسی که دوست دارم ازدواج کنم، اون موقع چه احساسی داشتم؟ اون موقع است که میتونیم واقعا بگیم که واقعا اصلا قابل درک نیست، اصلا این حرکت واقعا وحشیانه و شاید فقط به خاطر یک ثانیه هم شده خودمون رو جای اون خانم ها بذاریم که واقعا قبل از این که واقعا یک زن باشن انسانن و حق انتخاب دارن. و حالا باز هم من میگم با صحبت های آقای ناصری موافق هستم. ببینید خانواده تأثیر واقعا به سزایی داره، قانون ها هست بدون شک، اما میگم من نمیخوام این بحث خیلی طولانیش کنم، ولی شما الان، ما دیشب هم توی کمیته زنان این بحث شد. ببینید تا وقتی که شما میرید بخواد برید خواستگاری، اولین صحبتی که به شما میکنم میگم مهریه، شیربها، خب اینه یعنی چی؟ من دارم دخترامو میفروشم، یعنی اعتقاد منه، حالا شاید یکی یه اعتقاد دیگه داشته باشه. وقتی کسی که میگه شیربها یا میگه مهریه، البته از اون طرف هم من با حق طلاق و حق چیزای دیگه هم موافقم، یعنی کلا باید برابری باشه. و تا وقتی که ما به اون طرز فکر نرسیم همین میمونه، تا وقتی که این رسم و رسوم هایی که نمیدونم به قول خانم اسماعیلی که فرمودن، نمیدونم دخترمو پسرمو پسرخاله دخترخاله، نمیدونم تو کجای آسمونا بستن، آخه شما زندگی دو نفر خراب میکنید که یه چیزی رو تو آسمونا بستن، کجای آسمون؟ من نمیدونم واقعا، نمیدونم واقعا چی بگم. بازم ممنون، من مایک رو رها میکنم. متشکرم آقای سبزیان، ممنونم. بله آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم. مایکتون بر اساس آقای حمزه زاده، باید مایکتون رو باز بکنم. درود خدمت دوستان عزیز، اول تشکر میکنم از خانم اسماعیلی بابت این سخنرانی و موضوع جالبشون. فقط برای من یه سوال پیش اومد، ایشون فرمودن که اسم شهرهایی رو بردن اول سخنرانی که آمار قتل های ناموسی اونجا بیشتر بود. این سوالی که برای من پیش اومده، چه چیزی بین فرق بین، مثال دارم میگم، تهران یا یه شهرهایی که تو مرز مرزی هستن، چه چیزی، چه اتفاقی رخ میده که اونجا
ما شاهد بیشتر بودن این داستان هستیم، ولی خب توی کرج، تهران یا حداقل شهرهایی که نزدیک تهران هستن کمتر دیدیم که قتلای ناموسی و این چیزا اتفاق بیفته. در واقع سوال من اینه که چه چیزی هست که واقعا فرق این دوتا رو مشخص میکنه، اونجا چه چیزی هست که اینجا نیست یا برعکس؟ ممنون میشن جواب بدید. بله آقای حمزه‌زاده، متشکرم از شما. خانم اسماعیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایکتون باز. با عرض سلام دوباره، همونطور که در طول سخنرانی هم اشاره کردم، طبق اون اسامی که از استانهایی که بیشترین نمره قتل‌های ناموسی رو دارن نام بردم، در این مناطق کشور که معمولا مناطق مرزی کشور هم هستن، معمولا قوانین عشیره‌ای و قبیله‌ای وجود داره و در عشیره ها و قبیله ها قوانین متفاوتی حکم فرما هستند که شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشن و طبق قوانینی که توی عشیره یا اون قبیله تعریف میشه عمل میکنن، که اگر یک مسئول اون قبیله که بهش رئیس میگن یا مسئول اون عشیره بخواد حرفی بزنه، حرف اون حکم سند رو داره و همه مجاب هستن که از اون حکم پیروی کنن. که گفتم اگر که یک مسئول عشیره در حکم بده که یک زن رو باید بکشن، اون زن باید کشته شه و کسی نمیتونه روی اون حرفی بزنه. به خاطر این دلیل هست که تو این مناطق کشور این مشکلات رو داریم و نه تنها در مورد سبک زندگی و نوع تفاوت فرهنگی هم هست. شما چیزی رو که در استان کردستان میبینید در استان کرمان مشاهده نمیکنید، یا مشکلات فرهنگی که در استان فارس وجود داره که من خودم از استان فارس میام، در استان آذربایجان غربی متفاوته. به این دلیل هست که توی یک سری از استان‌ها متأسفانه مشکلات فرهنگی خیلی بیشتر هست. ممنون از شما خانم اسماعیلی. یه نکته من اضافه بکنم، این در رابطه با حالا اون بحث فرهنگی، در واقع بیشترش در واقع برمیگرده به اون بحث فرهنگی. خب این مسئله در واقع اون تغییر فرهنگ، تغییر اون دیدگاه چیزی نیست که بخواد در عرض یک سال، پنج سال، ده سال اتفاق بیفته. خب مناطقی که حالا شما نام بردید مثل حالا تهران، کرج، مناطق مرزی در مرکزی در واقع کشور، خب از نظر دسترسی به امکانات یه ذره وضعیت چون الاخره از مناطق مرزی بهتره و یه ذره به اینترنت، به شبکه‌های اجتماعی، به اطلاعات آزاد یه ذره بیشتر دسترسی دارن نسبت به مناطق مرزی و خب اینا بالاخره تأثیر میذاره، بی تأثیر نیست. بالاخره اون آموزش‌هایی که در واقع ما میبینیم حالا از طریق این شبکه‌های اجتماعی، اینا تأثیرشو میذاره، ولی خب یه ذره زمانبره. خب این بالاخره برای مناطق مرزی امکان داره کمی دیرتر اتفاق بیفته، یعنی شاید این آگاهی که الان توی شهرهای مرزی مرکزی اتفاق افتاده، شاید مثلا چه میدونم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه توی مناطق مرزی هم بتونیم این آگاهی رو ببینیم و شاهدش باشیم. البته این نظر شخصی منه، حالا امکان داره اشتباه باشه. آقای سعادتی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. من یک جوابی هم واسه این دوست عزیز داشتم. ببین توی این قتل‌ها هیچ وقت خود اون شخص قاتل مقصر نیست، جامعه هم مقصره. یعنی وقتی توی یک شهر کوچیکی که یک شخصی زندگی میکنه و دخترش با یک پسری حالا رابطه جنسی یا هر چیزی برقرار میکنه، تعداد شنیدن کلمات تو بی غیرتی، تو بی غیرتی با جایی مثل تهران خیلی متفاوته، چون جاهای کوچیک همه همدیگر رو میشناسن و هر جا میشینن هی به این تکرار میکنن. سارت میگه حتی اگه یک نفر خودکشی هم کنه، اون خودکشی تصمیم جمعی بوده، یعنی مال اون خود شخص نبوده، انفرادی این رو تصمیم نگرفته. فقط خواستم اینو بگم که همین کلمه غیرت باز دوباره همین سرکوفت هایی که میزنن، یعنی این رومینایی که کشته شد، من اون شهر رو میشناسم چون نزدیک اونجا زندگی میکردم. البته نمیخوام صحبت های این دوست عزیزم رو زیر سوال ببرم، به صورت قبیله ای نیست، ولی چون همه با هم آشنایان، این پدر هر جا میرفت مینشست میگفتم بهش تو بی غیرتی، تو بی غیرتی، و این فشار باعث شد که بخواد مسئله رو به طور کل پاک کنه. چرا؟ چون توی جامعه الگو برداری کرده، یعنی وقتی یه کسی یه خلافی میکنه نمیان ببینن که چرا این خلافو کرده، اعدام، تمام، الگو برداری کرده، صورت مسئله رو کلن پاک کرد. ممنون. ممنونم آقای سعادتی.
سپاس از شما و همطور از بقیه دوستان و همطور از خانم اسماعیلی. متشکرم بابت سخنرانی خوبتون. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع کودکان کار، روز جهانی منع کار کودک. جناب آقای بازداران بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنونم. درود خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. من بدون مقدمه متن سخنرانی رو خدمتون قرائت میکنم. از دیدگاه اسناد بین المللی در فرهنگ حقوقی آیسفورد تعریف دقیق و قطعی از کودک وجود ندارد. این اصطلاح گاه در مورد اشخاص زیر 14 سال یا زیر 16 سال و در پاره موارد درباره اشخاص زیر 18 سال استفاده می شود که هر مورد بستگی به قانون حاکم بر آن دارد. اما در مورد تعریف اصطلاحی کودک باید به اسناد بین المللی مربوط به آن مراجعه کرد. ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوبه 1989 مقرر می‌دارد کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتر تعیین شده باشد. بنابراین دولت‌ها می‌توانند سن دیگری مثل 15 سالگی را مبنای سن قانونی کودک در قلمرو سرزمینی خود تعیین نمایند. اما با توجه به تأکید قوانین بر 18 سالگی به نظر می رسد که شخص در این سن دارای توانمندی هایی می شود که نشان دهنده تکامل ذهنی و جسمی وی است. علاوه بر معیار سن برای تشخیص کودک از بزرگسال، معیار دیگری وجود دارد که از آن به عنوان بلوغ یاد می شود و بیشتر در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان کنفرانس اسلامی در جوان سال 2005 در صنعای یمن میثاق حقوق کودک در اسلام را تصویب کرد که در ماده 1 خود کودک را چنین تعریف می‌کند: کودک هر انسانی است که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وی به سن بلوغ نرسیده باشد. سند مذکور اما تاکنون لازم الاجرا نشده است، زیرا بررسی معیار فوق به دلیل آنکه حدود 600 میلیون تن از 2 میلیارد کودک جهان، یعنی بیش از 1/4 آنها در کشورهای اسلامی به سر می‌برند، دارای اهمیت فراوانی است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت اسلامی بودن قوانین و تأثیر مستقیم فقه امامیه در آن، قانونگذار در تبیین مفهوم کودک و سن بلوغ به نظر فقهای امامیه گرایش داشته و در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن کودک را سن بلوغ دانسته است که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. با توجه به این مطلب میتوان گفت که عمده ترین دلیل تفاوت آرای فقها با موضع کنوانسیون در رابطه با تعیین سن کودک این است که فقها در تعیین مفهوم سن کودک به بلوغ توجه داشتند و معیار بلوغ را مد نظر قرار دادند، در حالی که در تعیین معیار سن کودک در اسناد بین المللی معیار بلوغ مطرح نیست و گویا اصلا چنین اصطلاحی را مورد شناسایی قرار ندادند و تنها معیار برای تعیین سن کودک را رشد دانستند که اصطلاحی کاملا متفاوت از بلوغ محسوب می شود. سن قانونی کار به کمترین سن مناسب برای کار طبق قانون گفته می شود که این سن بر حسب کشور یا حوزه قضایی می تواند متفاوت باشد. در خصوص حداقل سن کار کودکان میتوان به دو پیماننامه 138 مصوبه 26 ژوئن 1973 و پیماننامه 182 مصوبه 17 ژوئن 1999 سازمان جهانی کار اشاره کرد. ماده 1 پیماننامه 138 کشورها را ملزم به تعیین حداقل سن کار برای کودکان کرده و در بند 1 ماده 2 معتقد است حداقل سن تعیین شده از جانب کشورهای عضو نباید کمتر از 15 سال باشد. البته در بند 4 به شرط اتمام تحصیلات اجباری کودکان سن 14 سال را نیز اجازه می‌دهد. ماده 3 نیز در صورت سخت بودن ماهیت کار و آسیب به سلامت و بهداشت ایمنی یا اخلاقی کودکان 18 سال را ملاک قرار داده است و در بند 3 به شرط حفظ سلامت ایمنی و اصول اخلاقی 16 سال را نیز ممکن می‌داند.
این پیمان‌نامه در ماده 7 بیان می‌دارد کشورها ممکن است به افراد 13 تا 15 سال هم اذن اشتغال بدهند که این مسئله باید با رعایت دو شرط انجام شود: حفظ سلامت کودکان و عدم لطمه به آموزش آنها. همچنین پیمان‌نامه 182 در ماده 2 خود به طور کلی بدترین اشکال کار را برای اشخاص زیر 18 سال ممنوع می‌داند. بنابراین می‌توان دو معیار 15 و 18 سال را برای سن اشتغال کودکان در نظر گرفت که معیار اول در صورت سبک بودن کار و معیار دوم برای کارهای سخت و زیان‌آور است. در ایران نیز پایین‌ترین سن استخدام 15 سال در نظر گرفته شده است و از سن 18 سالگی انتخاب هر شغل بدون محدودیت در سختی کار مجاز می باشد. مطابق ماده 79 قانون کار ایران به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. با توجه به وضعیت جسمانی، روحی و روانی افراد زیر 15 سال و نیاز آنها به آرامش و امنیت خانوادگی، تحصیل، رشد عقلانی و برخورداری از قدرت جسمانی برای کار کردن، قانونگذار وجود شرایط خاصی را برای کارگران کم سن و سال لازم دانسته است. لذا کارگران نوجوان را به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای کار کردن در سن کمتر از 15 سالگی ممنوع از کار اعلام کرده است. همچنین نوجوانانی که در سن 15 تا 18 سالگی بنا به دلایلی نظیر کسب درآمد برای خانواده و گذران زندگی مشغول به کار می‌شوند، با توجه به کم سن و سال بودن آنها قانونگذار برای حمایت از کارگران نوجوان در وضع قوانین کار در مقایسه با بزرگسالان شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. به عنوان مثال در بدو استخدام نوجوان باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد تا سلامت، قدرت کار کردن وی و تناسب نوع کار با توانایی او محرز شود. آزمایشات سلامت نوجوانان در جهت حمایت و نظارت به وضعیت جسمانی و سلامت نوجوانان هر سال حداقل یک بار تجدید می‌گردد. از جمله مهمترین قوانین حمایتی برای کارگران نوجوان عبارتند از: 1. ساعت کار روزانه نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت معمول کارگران بزرگسال است. 2. ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان ممنوع است. 3. انجام کار در شب برای کارگر نوجوان ممنوع است. 4. ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. 5. انجام کارهایی که برای سلامت یا اخلاق کارگر نوجوان زیان‌آور است به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی ممنوع است. مسئولیت‌های کارفرما در قانون کار ایران این گونه است که کارفرمایان نیز با توجه به شرایط کار و وضعیت خاص کارگران نوجوان باید به کارگاه و شرایط کار نوجوان دقت و نظارت بیشتری نموده و با بهره‌گیری از مشاوره کار در جهت رعایت اصول فنی کار و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کارگاه اقدامات لازم را انجام دهد. با این همه اما ما امروز در اکثر شهرهای کشور خود با مشکل کار کردن کودکان روبرو هستیم. مشکلی که به دلیل عدم تدبیر و مدیریت و عدم اجرای قانون توسط مسئولان و مدیران رده بالای مملکتی و خود قانونگذار به موزلی بزرگ برای جامعه ایرانی بدل شده است. موزلی که کودکی فرزندان این سرزمین را به کابوس مبدل کرده است و بر روی آنها نام کودکان کار گذارده است. کودکان کار به کودکانی اطلاق می شوند که به دلیل فقر اقتصادی و یا فرهنگی از طرف والدین یا از طرف گروه های مافیایی به کار گرفته می شوند. متاسفانه آمار رسمی و ثبت شده از تعداد این کودکان وجود ندارد، اما تعداد آنها به صورت روزانه رو به افزایش است و طبق اظهارات خود دولتی ها بین 3 تا 7 میلیون نفر هستند که زیر 15 سال سن دارند. متاسفانه افراد قاچاقچی از این کودکان سوء استفاده می کنند و از آنها به عنوان فروشنده مواد مخدر استفاده می کنند. حتی دخترانی که زیر سن قانونی هستند مورد استفاده مافیای جنسی قرار می گیرند. کودکانی را که برای جدا کردن زایات به خارج از شهر می برند در آنجا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و چون باید زایات دستبندی شوند
زمان انجام این کارها خیلی طولانی و بعضاً تا 12 ساعت در روز میرسد و در مقابل چنین کار سنگین و طاقت فرسا حقوق بسیار پایینی دریافت میکنند. یا حتی در بعضی موارد در مقابل گرفتن غذا و جایی برای گذراندن شب هم به این کارها میدهند. همچنین از نظر بهداشتی اصلاً موقعیت مناسبی ندارد. 60% جمعیت ما زیر خط فقر است و با این وجود از طرف دولت تبلیغات زیادی برای فرزندآوری می شود. خانواده های فقیر که تعداد فرزندان بالا دارند مجبورن فرزندانشان را از همان کودکی برای کار بفرستند. کودکان را صبح سوار ون می کنند و برای کارهایی چون فروش فال، کارهای ساختمانی، گل فروشی، کار در کارگاه‌های مختلف و غیره به محل کار می آورند و عصرها بعد از اتمام کار دوباره آنها را برمی‌گردانند. طبق قانون ما کودکان باید تحت حمایت قانون و سازمان بهزیستی قرار بگیرند. ولی بعد از مراجعه به این منابع تعداد بسیار محدودی مورد حمایت قرار می‌گیرند و همچنین به دلیل کار کردن طولانی مدت این کودکان و طاقت فرسا بودن کار اصلاً وقت و توانی برای آموزش آنها باقی نمی‌ماند. در ایران سازمان‌ها و حتی وکلایی برای حمایت از این کودکان وجود دارد ولی متأسفانه به خاطر آمار بالای این کودکان جوابگو و کفاف آنها را نمی‌دهند. کسانی که از این کودکان برای کار استفاده می‌کنند قانوناً متخلف هستند و باید مجازات شوند. در حالی که هیچ وقت شنیده نشده همچین اتفاقی افتاده باشد. حال سوال اینجاست، اینک که طبق سوابق مشخص دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در ایران آمارها روند رو به افزایش و افسار گسیخته فقر را نشان می‌دهند، چه دلیلی وجود دارد تا مسئولان رده بالا این چنین مردم را تشویق به فرزندآوری بیشتر می‌کنند و اصرار به افزایش 2 یا 3 برابری جمعیت دارند، به طوری که این سخن بارها در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز شنیده شده است. خب اگر برنامه مشخص برای افزایش سطح رفاه و فراهم کردن یک زندگی انسانی برای شهروندان ایران را دارید، چرا فکری برای نجات فرزندان و خانواده های زیر خط فقر نمی کنید؟ آیا اگر فرزندان شما روزی از گرسنگی سر در ساعت‌های زباله بکنند یا برای لقمه نان از خردسالی مجبور به کارهای سخت شوند، باز همین چنین بر سیاست خود اصرار می ورزید؟ ما و فرزندانمان هم مانند شما انسانیم و حق زندگی انسانی داریم. ممنونم از توجهتون. سخنرانی من تموم شد. مایکروفون دارم. ممنونم. سپاسگزارم جناب آقای بازداران بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با صحبت‌های جناب بازداران نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله ممنون از شما. به سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای امیر حسین کریمی با موضوع اعتراضات مردم. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی همکاران عزیز حاضر در جلسه، دوستانی که ما را از لایو یوتیوب دارن تماشا میکنن. موضوع سخنرانی بنده در مورد اعتراضات مردمی هستش. در ابتدا تعریفی از اعتراضات میکنم که اصلا اعتراض به چه چیزی میگن و چه چیزی رو میتونیم اعتراض بنامیم و سپس اعتراضات مردمی بعد از انقلاب و تا به الان شرح میدم، شرح خلاصه‌ای، و بعد از اون رفتار جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران با مردم معترض و اعتراضات رو با هم بررسی میکنم. اعتراضات مردمی در سراسر دنیا امری طبیعیه و حقی شناخته شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل. در هر جامعه یا کشوری ممکنه عده‌ای اقلیت یا اکثریت نسبت به یک موضوع، قانون و یا شرایط جامعه اعتراض یا مطالبه ای داشته باشه. گاه این اعتراضات با خشونت و تخریب همراه است و گاه مسالمت آمیز به پایان میرسد. اما همواره نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات است که نظرها را به خود جلب می کند. معمولا در کشورهای با حکومت دیکتاتوری اعتراضات مردم به شدت سرکوب می شود.
و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشده با مماشات پلیس همراه است. با اینکه اصل 27 قانون جمهوری اسلامی ایران استراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات مردمی و راهپیمایی بدون حمل سلاح تاکید کرده، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران ما شاهد این هستیم که در بیشتر مواقع نادیده گرفته میشه این اعتراضات مردمی بعد از انقلاب. حالا میخوایم یه شرح کوتاهی از تمامی اعتراضات که بعد از انقلاب اتفاق افتاد داشته باشیم. اولین اعتراضاتو که میشه نام برد که بعد از انقلاب اتفاق افتاد اعتراض بانوان بود که میشه به نخستین معترضان پس از انقلاب نامیده بشه این اعتراض، که در مورد حجاب اجباری بود که 25 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند سال 1357 و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی آیت الله روح الله خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ 16 اسفند 1357 آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب آمده بود: الان به وزارتخانه آنطوری که برای من نقل می کنند باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان لخ بیایند، زنها بروند اما با حجاب باشند. این سخنان روح الله خمینی بود در مورد حجاب زنان که بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت و چاپ این مطلب با راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد یعنی 17 اسفند ماه کارمندان زن بدون حجاب اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند، که همزمان در دانشگاه تهران تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد و این تظاهرات به بیرون دانشگاه هم کشیده شد که در میانه را با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد که مردانی فریاد می‌زدن یا روسری یا روسری، که به صف معترضان به حجاب اجباری یورش بردن و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شد. اما خب بعداً روز 18 اسفند ماه این خشونت‌ها به افراد ضد انقلابی نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به شدت مجازات خواهند شد. این نکته رو خیلی به یاد داشته باشید که در اولین اعتراضات مردم، یا میشه گفت اولین اعتراضات زنان بودن که معترض شدن به حجاب اجباری، برخورد حکومت با اونا رو به یاد داشته باشید و به مرور ما میبینیم برخورد حکومت چقدر عوض میشه با معترضان، که بعدها هم توی رادیو تلویزیون و دادگستری هم اومد که بالاخره برخورد میشه، کار ناپسندی بوده که با زنان برخورد شده، و اینکه مصاحبه سید محمد محمود طالقانی با عنوان در مورد حجاب اجباری در کار نیست مربوط بود، که اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران هم ادامه داشت، اما به مرور و به خصوص پس از درگذشت طالقانی حجاب برای بانوان اجباری شد. اعتراضات بعدی در مورد خرداد 1360 که اعتراضات خرداد 60 با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت آن زمان توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد، که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خودش میگه که روز یکشنبه 17 خرداد برای جلوگیری از انتشار اعلامیه بنی صدر چند تا از روزنامه‌ها مثل انقلاب اسلامی، میزان، آرمان، ملت و مردم و جبهه ملی به تشخیص شورای عالی قضایی موقتا تعطیل شد. رادیو تلویزیون هم حتی اعلامیه بنی صدر رو منتشر نکرد. به خاطر همین گروه‌های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی برای ایجاد آشوب به خیابونا اومدن و با کمیته و سپاه درگیری نظامی پیدا کرده بود، که بعد تا که برخورد حکومت با اونا این بود که یکی از اعضای این گروه در گفتگو با یکی از شبکه‌های خبری میگه که تجمع در خیابان ولیعصر حد فاصل طالقانی و انقلاب بود که چندین بار توسط چماق به دستان مورد حمله واقع شد. چماق به دستان همون اعضای کمیته میشه ازشون نام برد اون زمان، که فریبرز نعمتی هم که عضو اون گروه بوده میگه که وارد خیابان طالقانی شدیم، مشخص بود رژیم از قبل برای مقابله آمادگی دارد،
حمله به جمعیت ابتدا با تهاجم موتور سواران چماقدار شروع شد، سپس چند مینیبوس و اتوبوس و نیروهایی را آوردند که به سلاح گرم و سرد مسلح بودند، که تو چند شهر دیگه هم این درگیری ها بود به خاطر این اتفاق. و طبق اعلامی که شد توسط دولت، در تهران 50 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت این اعتراضات. درگیری خرداد 1360 به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیر قابل بازگشت کرد. اعتراضات بعدی رو ما میتونیم دهه 70 آغاز جنبش‌های مردمی نام ببریم، که در آغاز دهه 70 شمسی با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ و اقتصاد و افزایش نرخ تورم تا 49.4% شوکی اقتصادی بزرگی برای اقتصاد ایران وارد شد. آثار بر این شوک اقتصادی در سطح زندگی مردم تاثیر داشت و در چندین مورد مردم رو به خیابونا کشون، مثل مشهد که در 9 خرداد سال 71 بود که تصمیم بر تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد گرفته شد توسط بولدوزرها و با مخالفت ساکنان خیابان تبرسی روبرو شد، که در جریان این درگیری ها از سوی ماموران به یک دانش آموز شلیک شد و این مقدمه بر یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. روز بعد نیروهای سپاه پاسداران به منطقه اعزام میشن، با یه سرکوب خونین این قائله سرانجام پایان میاره. مقامات رسمی هیچ آماری از مجروحان و کشته شدگان این حادثه اعلام نکردن، ولی خب خیلی مجروح شدن و خیلی هم کشته شدن. در دهه 70 تو قزوین توی مرداد ماه سال 73 هم ما اعتراضاتی داشتیم که طرح استان شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد و باعث اعتراضات مردم شد. این اعتراضات با بستن جاده‌های استان توسط معترضان آغاز شد و خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. مردم خشمگین به چندین سینما بانک خسارت وارد کردن. البته مردم خشمگین میتونن نباشن و خود عوامل جمهوری اسلامی بودن که این کار رو انجام دادن و گردن مردم انداختن مثل همیشه، و اوضاع از کنترل مقامات خارج میشه. سپاه پاسداران هم با لشکر سید و شهدا به میدان میاد و مثل همیشه موج عظیمی از سرکوب‌ها و مسلحانه و درگیری ها رخ میده. خیلی ها دستگیر میشن و این حرکت اعتراضی هم به پایان میرسه. در دهه 70 ما دوباره اسلامشهر، مردم اسلامشهر که از قشر کم درآمد جامعه به حساب میان، نسبت به گرانی ها به خصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودن. اما جرقه این حرکت از روستای اکبرآباد در اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر روستا و شهرها رسید. مردم معترض که پاسخ قانع کننده از فرمانداری و شهرداری نگرفته بودند، مسیر جاده صاوه به چهاردانگه رو مسدود کردند، که بعد از 2 روز تقابل مردم و نیروی انتظامی دوباره شکل میگیره. لشکر سارالله سپاه و پلیس ضد شورش وارد میدون میشه. سرکوب این اعتراضا مثل همیشه، که یکی از شاهدان عینی ماجرا به العربی فارسی، یکی از شبکه‌های خبری در مورد این واقعه گفته بود که از ساعت 7 و 8 شب منطقه شبیه منطقه جنگی شده بود. دود حاصل از آتش زدن لاستیکا و تکیه های خون که روی زمین بود و صدای مسلسلا از دستفروش‌های چهاردانگه خبری نبود. حتی رانندگان تاکسی خطی هم نبودن. این درگیری 3-4 روز به طول کشید و نیروی امنیتی از آسمان و زمین به سرکوب مردم پرداختن، که خیلی ها دستگیر شدن، شاید خیلی ها کشته شده باشن، ولی خب مشاهده این هستیم که دوباره مثل همیشه دولت و حکومت آمار دقیقی ارائه نمی کنه، ولی حتما خیلی ها دوباره تو همین درگیری کشته و مجروح شده. می رسیم به کوی دانشگاه که یکی از حالا اساسی ترین و مهمترین اعتراضات مردمی هستش، که فصل جدیدی از جنبش دانشجویی میشه نام بردش، که بیشک در بین حوادث مختلف دهه 70 خورشیدی یکی از مهمترین حوادث در زمینه‌های حرکت اعتراضی حادثه کوی دانشگاه. در سال 1378 کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم تحریر رو به عنوان اصلاحیه قانون مطبوعات به تصویب میرسونه، قانونی که به باور برخی از روزنامه‌ها و فعالان سیاسی سایه استبداد رو بر روزنامه‌ها گسترش می‌داده، که روزنامه سلام بود که بسته شد به خاطر نشر و انتشار سند محرمانه از وزارت اطلاعات با تیتر سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات رو از دست داده. روز 17 تیر هم که این روزنامه تعطیل میشه،
اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه سلام ساعت 9 شب در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل میگیره و پس از چند ساعت به شکل مسالمت آمیز پایان میابه. اما بامداد 18 تیر لباس شخصی و به همراه برخی ماموران امنیتی به کوی دانشگاه حمله میکنن و به ضرب و شتم و بازداشت عده‌ای از دانشجویان میپردازن که آمار رسمی ندادن، ولی خب خیلی ها کشته شدن تو اون درگیری ها، چشم چند نفر کور شد. من یه سخنرانی مفصل در این خصوص کردم. البته این یورش که آغازگر چندین روز اعتراضای سراسری دانشجویان و مردم در بسیاری از شهرهای کشور بود که تا 23 تیر ماه هم ادامه داشت. ابعاد این حرکت به قدری در اذهان عمومی گسترده بود که موجب شد مصطفی معین وزیر علوم از سمت خودش استعفا بده. البته مقامات جمهوری اسلامی هم حتی اکنون و با گذشت چندین سال از آن حادثه هنوز سعی دارن این موضوع رو به یک جریان منحرف نسبت بدن. به طور مثال علیرضا زاکانی شهردار حال حاضر تهران در 20 سالگرد این حادثه به خبرگزاری تسنیم گفته بود حمله به کوی دانشگاه یک فتنه در ادامه مسیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و این اعتراض هم همانند سایر رویدادهای اعتراضی هیچگاه از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان وقایع کوی دانشگاه آمار رسمی توسط حکومت ارائه نشد. ولی خب هنوز از سرنوشت دستکم 2 دانشجو بازداشت شده در آن اعتراضات خبری نیست. فرشته علیزاده و سعید زینالی که البته میگم چندین نفر کشته شدن، چندین نفر چشمشون کور شد، مجروح شدن و خیلی هم هنوز بازداشت شدن و خبری ازشون نیست. بعد از اعتراضات کوی دانشگاه، ما مهمترین اعتراضات بعدی که داریم به جنبش سبزه که با پایان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و 3 روز بعد در تاریخ 25 خرداد 88 از حامیان و معترضان به این نتایج انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت بکنند. این راهپیمایی به قول برخی از ناظران بزرگترین راهپیمایی غیر حکومتی بعد از سال 57 بود که با تیراندازی برخی از نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. برخلاف سایر حرکت‌های اعتراضی، اما این بار تلفن‌های همراه فرصتی بود تا وقایع را تصویر بکشه و به وسیله اینترنت در اختیار مخاطبان جهانی بذاره. تصویر جان باختن دختر جوان 27 ساله‌ای به نام ندا آقا سلطان او را به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل کرد. حکومت به سرعت اینترنت را محدود و در مواردی کاملا قطع کرد و خبرنگاران خارجی را به سرعت از ایران خارج کرد تا اجازه انتشار این اخبار داده نشه. اما دامنه این برخلاف اعتراضای پیشین گسترده تر شد و معترضان از هر فرصت و مراسم حکومتی برای حضور در خیابان‌ها بهره می‌بردند. از مراسم روز قوس گرفته تا فوت حسین علی منتظری و حتی عاشورا تاسوعای همان سال که یکی از خونین ترین روزهای این قیام بود. طبق آمار رسمی حداقل 12 تن در تهران در روز عاشورا جان باختند. حجم گسترده سرکوب به قدری بود که میر حسین موسوی به صراحت از به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پلها و بلندیها و تیراندازی و آدم زیر کردنها و ترورها یاد کرد. ابعاد رسانه‌ای این حادثه باعث بروز واکنش بین‌المللی شد، ولی حکومت با برگزاری یک راهپیمایی در 9 دی ماه همان سال پایان این حرکت اعتراضی را اعلام کرد و هر سال در سالگرد این رویداد مراسمی برپا می‌کند. خیلی‌ها اون ماه اون تون سال جان باختن، خیلی‌ها دستگیر شدن، خیلی‌ها هنوزم تو زندان هستن، هنوز شکنجه میشن شاید و بهشون انگ جاسوسی میزنن. و سال 88 یکی از اعتراضات مهم بعد از انقلاب 57 بود، اعتراض مردمی خیلی گسترده و مردم از اون سال به بعد دیگه واقعا علیه حکومت شعار میدادن، نه تنها علیه انتخابات بلکه شعارها به سمت حکومت میرن و مردم آگاهانه به سمت و بر علیه حکومت شعار میدادن. در دهه 90 خیلی اعتراض انجام شد، اعتراضات ولی بدون سازماندهی بود به خاطر افزایش فشار اقتصادی و بسته تر شدن فضا برای انتقادا و ناامیدی از آینده و تأثیر فراوانی بر نحوه اعتراضات در سالهای دهه 90 خورشیدی. در دی ماه 96 علی مطهری نماینده پیشین مجلس گفته بود منشأ این اعتراضات
درون حکومتی بود اما به سرعت از کنترل خارج شد. اعتراضات دی ماه 96 از مشهد آغاز شد اما به سرعت گسترش یافت، ماهیتش تغییر کرد و به سرعت اصل نظام را هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود که مردم خیلی آگاه شده بودند به حزب‌بازی‌های جمهوری اسلامی که همشون یکی هستن و خود حکومت رو مورد هدف قرار میدادن و آگاهی نسبت به سال 88 بیشتر شده. به سال 88 حزب سبز بود و میرحسین موسوی بیشتر طرفدار بودن، بعدها به خود حکومت شعارها منجر میشد، ولی خب دیما دیگه خود حکومت مستقیم و در ابتدای اعتراضات مورد هدف و شعارهای مردم بود. برخی از کارشناسان این اعتراضات را که بدون هیچ گونه سازماندهی و به سرعت در کشور گسترش یافت اعتراض اقشار بیپناه و نادیده گرفته شده جامعه نامیدند. اما این اعتراضات هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر هیچ آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌های مثل مادران داغ دیده نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبود. خیلی ها کشته شدن، خیلی ها بازداشت شدن تو اون سال در اعتراضات آبان 96. بعد از آبان 96 ما مهمترین اعتراضاتی که داریم آبان خونین سال 98 هستش که یکی از میشه گفت بزرگترین اعتراضات مردمی و حتی خونین ترین اعتراضات مردمی رو ما شاهد بودیم که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. آبان 98 اعتراض بر این شد که و استارت اعتراض بر این بود که سهمیه بندی بنزین و افزایش 200% قیمت سوخت یک شبه مردم 200% قیمت سوخت یک شبه مردم رو به شوک فرو برد. برخی از رانندگان در یک حرکت اعتراضی اتومبیل‌های خود را در خیابان خاموش کردند تا اعتراض خود را به نمایش بگذارند. اما با سرکوب نیروهای امنیتی اعتراضات آبان 98 به سرعت به یکی از خونبارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد. جمهوری اسلامی که سابقه فشارهای بین‌المللی را در پی انتشار تصاویری از سرکوب خشونت آمیز سال 1388 تجربه کرده بود، به یک بار کل اینترنت را از دسترس خارج کرد و به شدیدترین وضع ممکن این اعتراضات را سرکوب کرد. اعتراضاتی که 3 روز به طول انجامید، اما طبق تازه‌ترین آمار عفو بین‌الملل دست کم 323 نفر و به گفته رویترز بالغ بر 1500 کشته بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان دست کم 10 زن 22 کودک و 22 کودک به چشم می‌خورد. در گزارش‌ها آمده است که اغلب کشته شدگان بر اثر اصابت گلوله به سر یا بالاتنه کشته شدند. در نهایت حکومت هیچ آمار در مورد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان نیز ارائه نکرد. به تازگی دادگاه مردمی در شهر لندن به همت 3 سازمان حقوق بشری و در دومین سالگرد این سرکوب خونی برگزار شد که این دادگاه تموم شد و خاتمه یافت و با توجه به حجم بالای شاهدان و مدارکی که تاکنون منتشر نشده قرار بود طی 3 ماه آتی این مدارک گردآوری بشه که گردآوری شد. خیلی از شاهدان اونجا شهادت دادن، خیلی از جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران تو اون دادگاه پرده برداری شد ازش و خیلی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری تو اونجا آگاهیشون بالاتر رفت از اینکه چه اتفاقاتی در اونجا افتاد، چون اون موقع اینترنت قطع شد و سازمان‌های حقوق بشری که خارج از کشور بودن خیلی جا در بطن و جریان قضیه نبودن که چه اتفاقاتی داره میفته و چه جنایاتی داره صورت میگیره، ولی خب این دادگاه باعث این شد که خیلی از این جنایات پرده برداری بشه ازش. آمار کشته شدگان هم بالای 5500 نفره، خیلی ها کشته شدن. من یک مقاله خوندم که میگفت حتی تا 3000 نفر همین آمار میره و اینکه میشه گفت جنایت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران رو ما تو این اعتراضات شاهد بودیم. بعد از این اعتراضات دیگه اعتراضات مردم به شکل واحد و چیز نبود و الان هم حتی شاهدش هستیم، از اعتراضات و معلمان گرفته، از اعتصابات گرفته و شاهد اعتراضات هستیم و مردم
تماما معترض هستند دیگه و نمیشه نام برد به اعتراضی. اعتراض بزرگی شکل نگرفته ولی مردم معترض هستند، از کسانی که مال باخته هستند توسط جمهوری اسلامی ایران، از معلمان، فعالان حقوق بشری و تمامی دارن بازداشت میشن و شاید کشته بشن در زندان ها. بحث بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم کوتاه، برخورد و رفتار حکومت با معترضان هستش، حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان. ببینید یک چارچوب و اصل و حکومت جمهوری اسلامی ایران هر ساله و با هر اتفاقی که و اعتراضی که شکل میگیره داره و برخوردش همونه. اولین برخوردش تغییر نام و بیهویت کردن این اعتراضاته. یعنی هم مثلا بخوایم مثال بزنیم، از همون سال 59 که روح الله خمینی با سازمان مجاهدین گفتش که منافق بدتر از کفار لقب داد این سازمانو، و اینکه از 30 خرداد 1360 و تظاهرات سراسری هواداران این سازمان که به عنوان منافق نام برده شد ازشون، و همینطور در سال 1371 که به وضعیت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی بهشون فتنه‌گر و آشوبگر گفتن، به اون معترضات، به معترضان، همینطور برای توصیف معترضان جنبش دانشجویی هم از فتنه‌گر و آشوبگر نام بردن، و در سال 88 به خس و خاشاک ازشون یاد شد از معترضان، و اینکه در سال 96 هم به اختشاشگر و حتی در سال 98 هم به اختشاشگر نام میبرن ازشون حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران. رفتار بعدی که جمهوری اسلامی ایران با معترضان و اعتراضات میکنه برخوردهای قهرآمیزه برای جمع کردن اعتراضات، که ما مثالاشو زدیم، برخوردهای خشونت‌آمیز که از سال 57 تا دی 96 و آبان 88 که دیگه اصل مطلب بود میشه نام برد، کشتار، به قول معروف زندانی کردن، بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن حتی و مجروح شدن و مجروح کردن و زخمی کردن معترضان به خاطر پایان یافتن اعتراضات، حتی میشه گفت قطع کردن اینترنت، و اینها میشه از این رفتار به جمهوری اسلامی را نام برد و بهش اشاره کرد، که در مثلا در تظاهرات سال 96 دست کم 21 کشته در جریان این اعتراضات تنها بخش آشکار این خشونت، یا در عاشورای سال 88 در کل آبان 98 و کوی دانشگاه 78. نکته بعدی، من سخنرانیم 5 دقیقه دیگه به پایان میرسه. نکته بعدی که میشه استفاده کرد و نام برد رفتار جمهوری اسلامی ایران با معترضان، این که همیشه به ریشه های خارجی وصل میکنن این اعتراضات و میگن کار امپریالیسم هاست در اون اوایل انقلاب که معترضان رو به امپریالیسم میگفتن، یا اینکه جدیداً هم به بیگانگان خطاب میکنن که از سوی آمریکا و اسرائیل و انگلیس دارن خط مش میگیرن، ولی خب هیچ وقت به این دقت نکردن که این اعتراضات دلیلی داره و از دل مردم واقعا بیرون میاد و معترض هستن و بهشون توطئه میگه، توطئه گر میگن، خیلی هم که تو این اعتراضات میگیرن انگ جاسوسی بهشون میزنن، و اینکه نسبت دادن خشونت به تظاهر کنندگان خود عوامل جمهوری اسلامی ایران، خیلی ها، من خیلی از فیلم ها رو دیدم، خیلی مطالب خوندم که خودشون آسیب میزنن به اموال عمومی و اونو نسبت میدن به تظاهر کنندگان و با همین دلیل شروع میکنن به کشتار و سرکوب فجیح و وحشتناک معترضان، و اینکه تظاهرات طرفداران به عنوان سمبل پیروزی هم که ما همیشه شاهد این هستیم که پول میدن با هزار تا وعده وعید که طرفداران کم و اندک جمهوری اسلامی ایران در مقابل مخالفان اکثریت و چندین برابری به نسبت طرفداران جمهوری اسلامی ایران میان، و به هر حال با کمک صدا سیما که دست خود جمهوری اسلامی ایران هم هستش، به عنوان مثال یه تظاهرات، یه
تجمعاتی برگزار میشه که ما موافق هم داریم. من سخنرانیمو به پایان میرسونم. در مورد تظاهرات و اعتراضات ایران که مردم ایران در حال حاضر هم بسیار میشه صحبت کرد، شاید بشه صدها ساعت در مورد این قضیه مو به مو موشکافانه صحبت کرد، ولی به دلیل تایم و وقت من این سخنرانیمو به پایان میرسونم. امیدوارم که روزی برسه که اعتراضات و مطالبات مردم ایران به ثمره بشینه و حکومت جمهوری اسلامی ایران صدای مردم رو بشنوه و به هر حال به طوری که مردم میخوان و صلاح مردم هستش عوض بشه، و اینکه ما شاهد روزی باشیم که ایرانمون حکومتی داشته باشه که صلاح مردم هستش. ممنونم از شما. اگر نقطه نظری دارید، جایی بود که بنده اشاره نکردم، من خوشحال میشم که نظراتتون رو بشنوم. مایک فری. ممنونم جناب آقای کریمی. قطعا اون روز خیلی سریع میرسه با توجه به آگاهی مردم که خوشبختانه خیلی زیاد شده نسبت به قبل. قطعا اون روز به زودی زود میرسه. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای کریمی نقطه نظر دیدگاهی دارید، خوشحال میشید که شنوا باشید. بله جناب آقای یزدان پناه، بفرمایید. تشکر کنم. سلام، خسته نباشید. میگم خدمت دوستان و همکاران، من فقط جهت تکمیل صحبت‌های دوست عزیزمون آقای کریمی فقط این نکته رو اضافه کنم که ببینید اصلا انقلاب اسلامی وجود نداره. خب چیزی به نام انقلاب اسلامی چیزی نبود که خواسته مردم ایران باشه. در واقع بعد از اینکه کسانی که انقلاب کردن یا همه سرکوب شدن و در همون صحبتی که کردن گفتن که یک تظاهرات خیابانی بود توی روزهای ابتدایی انقلاب، خب نباید تو انقلاب اسلامی تو این موقع تو بعد از رفراندوم هم اسلامی نشد. خب یعنی در واقع انقلاب مردمی بود. چرا انقلاب کردن مردم؟ همین اتفاقاتی که الان توی جمهوری اسلامی داره میفته اصلا تاریخیش هست. دقیقاً توی همون دوران بود. درسته ما پل می‌ساختن برای اون قطار آوردن خودمون. خب یه چیز طبیعیه. خب آدم‌ها به روز پیشرفت می‌کنن. یعنی کاری نداره چه جمهوری اسلامی باشه چه رژیم قبلی باشه. این پیشرفت‌ها یه چیزیه که خواه ناخواه میاد. می‌بینید که الان تمام یه روزی شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد اینقدر ارتباطات وسیع باشه، ولی الان اینترنت این دسترس رو برای همه وجود آورده. اگه به اسناد تاریخی نگاه کنید می‌بینید توی زمان شاه، توی زمان حکومت پهلوی هم روزنامه‌نگارا رو اعدام می‌کردن، زندانی می‌کردن. اعتراضات مردم مثل همین الان توی خیابون اسنادش هست. بریم ببینید چند صد نفر تیربارون می‌کردن، می‌کشتن. یا کسانی که برای مملکت چون داشتن دفاع می‌کردن، حالا من یه مثال خیلی بارزش دکتر امامی هم مصدق بود که توسط خود همینا سرکوب شدن. الان هم مردم تونستن این جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن. یعنی این انقلاب مردم نبود که اسمش اسلامی باشه. 40 خورده سال مردم فریب دادن، گفتن انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، انقلاب خواست شما بود، در حالی که اصلا خواست مردم نیست. یعنی خواست ملت ایران نبوده و نیست. و حالا هم که دوباره داره هم داستان تکرار میشه ظاهرا. مردم میکشن عین همون قبل. کسی اعتراض کنه جاش تو زندان، روزنامه‌نگار رو میکنن زندان. حالا با عوام فریبی میان نمینا گفتگوی تمدن را صحبت میکنن. از این چرت و پرتایی که خیلی معذرت میخوام، خیلی راحت میشه به خورد و اصلا عمومی داد و عوام فریبی کرد. اما من فقط اینو بگم خیلی خلاصش میگم توی جمله، این انقلاب انقلاب مردم ایران نبود، خواست ملت ایران نبود. این انقلاب در واقع تغییر پیدا کرد به سمت اسلامی توسط دوستی به نام خمینی. من مایک رو میکنم. ممنون از اینکه مایک من دارم. ممنونم آقای یزدان‌پناه. جناب آقای شایگان بفرمایید. خواهش میکنم، میشنویم شما. ممنونم از آقای کریم و گزارش خوبی که دادن. راجع به اعتراضات و مواد قانونی که ایشون هم اعلام کردن، اصلا ببینید اعتراض زمانی صورت میگیره که نقص یا نقضی وجود داشته باشه. نقص و نقص زمانی وجود داره که فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی کار رو دارن ناکامت باشن و نتونن اون کار رو درست انجام بدن، و این حق طبیعی مردم و شهروندان است که بخوان اعتراض کنن. برای نمونه مثلا کشاورزان، همین اواخر کشاورزان، معلمان، رانندگان شرکت واحد و خیلی اعتراضات دیگه داشتیم که به خاطر ناکارآمدی مسئولین اعتراض کردن. اعتراضاتشون هم خیلی مسالمت آمیز بود. و اینکه چرا به خشونت کشیده میشه، اینکه
رژیم هیچ وقت هیچ نوع اعتراضی رو نمیپذیره، چون اعتراض همجور که گفتم مسئولیت این افراد رو شخص رهبر داره، یعنی از فیلتر رهبری باید رد شه و هر کسی که اعتراض کنه علنا داره به رهبر اعتراض کنه. بنابراین جمهوری اسلامی هرگز هیچ اعتراض رو بر نمیتابه. یک نکته هم که آقای کریم فکر کنم اشتباه گفتن، دی ماه 96 بود نه آبان 96، اینو خواستم اضافه کنم و همینم که وقت در اختیار من گذاشت. متشکرم آقای شایگان، ممنونم و سپاس از آقای کریمی. به سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما در واقع بخش فرهنگی ماست با معرفی کتاب جنایات و مکافات که در واقع آقای حسین سعادتی مدیریت این بخش رو بر عهده دارن. جناب آقای سعادتی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درودی مجدد خدمت بزرگوارانی که در گروه و بزرگوارانی که در یوتیوب ما رو به صورت لایو دارن دنبال میکنن. ما امروز میخوایم دست دراز کنیم در معدن غنی ادبیات روسیه و الماسی رو ازش بکشیم بیرون که این الماس تیغش نه تنها رشته و سبک خودش رو برش داده، بلکه خطی عمیق در علم روانشناسی جا گذاشته که به هیچ عنوان نمیشه نادیدش گرفت. من یه عقیده دارم، میگم قبل از اینکه آدم بخواد یک کتابی رو مطالعه کنه خیلی خوبه که ببینه این کتاب تو چه شرایطی نوشته شده، نویسنده این کتاب چی بوده. اگه به من اجازه بدید قبل از هر چیز بریم این غور بزرگ ادبیات رو بشناسیم و بعد آروم آروم وارد کتابش بشیم. پدر داستایفسکی قرار بود که کشیش بشه، ولی با حمایت مادرش یک دکتر میشه، ولی نه دکتری که توی بیمارستان باشه، دکتری که توی ارتش خدمت میکنه و مادرش دختر یکی از بازرگانان مسکو بوده. در سال 1834 داستایفسکی به همراه برادرش 3 سال دوری از خانواده رو تجربه میکنه و در یک مدرسه شبانه روزی درس میخونه. در 15 سالگی اولین نامهری روزگار رو تجربه میکنه و مادرش رو از دست میده. اما دقیقاً و درست مثل شخصیت‌های داستانش رنج رو قبول میکنه و در همون سالها با موفقیت امتحان ورودی دانشگاه نظام مهندسی رو پشت سر میذاره. عذر میخوام مهندسی نظامی رو پشت سر میذاره و به سنت پیترزبورگ با موفقیت در سنت پیترزبورگ من واقعا مشکل دارم با اسمای روسی، وارد دانشکده مهندسی نظامی میشه و در سال 1838 وارد دانشکده نظامی میشه و در گرماگرم روزهای تابستان سال 1839 متاسفانه پدرش رو از دست میده و پدرش فوت میکنه که فوت پدر هم داستانی جداگانه داره. مادر شخصیتی تسلیم، مهربان و حساس و پدر خشن، خوش و تندخو و شکاک و دقتی وسواس‌گونه داشته. انگار تعادل داشته توی زندگی داستایفسکی یه جوری رعایت میشده، مثل یانگین، یعنی خوبی و بدی با هم بودن. و یک سوالی که اینجا برای شخص بنده پیش میاد اینه که آیا داستایفسکی واقعا این شرایط رو زندگی میکرده یا الگو برداری میکرده؟ حالا یعنی چی این الگو برداری میکرده؟ مثلا قتل پدر، ما این رو در برادران کارامازوف میبینیم. بله درست شنیدید، قتل پدر. پدر داستایفسکی به دست خدمه خونشون کشته شده بود. داستایفسکی این اتفاق زمانی میفته که داستایفسکی وارد دانشکده نظام مهندسی میشه. داستایفسکی در کاخ مهندسی در اوقات فراغتش مطالعه میکرده و یه سری یادداشت‌هایی رو برمی‌داشته و یه چیزایی رو می‌نوشته. بعد رسیدن به درجه ستوانی، داستایفسکی به همراه یکی از دوستانش یک آپارتمان کوچیکی رو کرایه میکنه و اونجا داستان مردم فقیر متولد میشه و این کتاب رو به دوستش گریگوروویچ میده و گریگوروویچ این کتاب رو مطالعه میکنه و بعد از دست به دست شدن این کتاب در نهایت کتاب میرسه به دست بیلنسکی و بیلنسکی از قلم وحشتناک داستایفسکی خوشش میاد و کتاب چاپ میشه و کتاب در اولین چاپش سرصدایی میکنه که منتقدین همه روشون برمیگرده سمت روسیه، به سمت داستایفسکی. و بعد داستایفسکی کتاب بعدیش رو می‌نویسه به اسم حمزاد و بعد در همین
مابین با گروهی آشنا میشه به اسم پتراشفسکی و وارد جریانات سوسیالیستی میشه. از اونجایی که دیکتاتورها از محافل روشنفکری بسیار ترس دارن، دقیقا مثل حکومت خودمون که زندانهامون پر از روشنفکرها، جاسوسی در این محافل رخنه میکنه و در نهایت داستایفسکی دستگیر میشه و به زندان میره و بعد از مدتی به جلوی جوخه اعدام میره. اگه دوستانی که سرگذشت شاملوی عزیز رو خونده باشن، دقیقا اینجا شبیه سرگذشت شاملو است و خوشبختانه ما شانس میاریم و جهان ادبیات شانس میاره و داستایفسکی بخشیده میشه و بعد به تبعید میشه به سیبری تا برای پایان محکومیتش در لباس سرباز عادی در یکی از روستاها خدمت کنه. در اونجا با ماری ایسایف آشنا میشه و ماری همون خانواده مارمالادوفه که اگه این کتاب رو شما بخونید، یعنی جنایت و مکافات رو، بیشتر با این خانواده آشنا میشید که در جریان داستان جنایت و مکافات باهاش آشنا میشید. داستان و داستایفسکی یک دوستی رو پیدا میکنه و این دوست بیش از اندازه داستایفسکی رو حمایت میکنه و شما همین دوست هم در جنایت و مکافات میبینید. این دوست یکی از کارهاش اینه که بعد از اینکه شوهر ماری فوت میکنه، دوست داستایفسکی تمام تلاشش رو میکنه که داستایفسکی با اون ازدواج کنه. بالاخره با هم ازدواج میکنن، زندگی سختی رو دارن و بالاخره مورد عفو تزار قرار میگیرن و اون روستا رو به مقصد سن پیترزبورگ ترک میکنن و داستایفسکی شروع میکنه به فعالیتاش. ماری بیماری سل داشته و به هیچ عنوان نمیدونم چرا باهاش ازدواج کرده بوده با داستایفسکی، ولی از داستایفسکی خوشش نمیومده. از بیمهری های ماری، داستایفسکی با دختری به نام پولین آشنا میشه. ابتدا پولین عاشق داستایفسکی بوده و بعد داستایفسکی دچار این عشق میشه و در نهایت پولین داستایفسکی رو ترک میکنه و داستایفسکی در جایی در روسیه به پای پولین سجده میکنه و التماس میکنه تو رو خدا ترکم نکن. و جالب این صحنه رم تو یک یعنی میشه گفت تو یک اوج داستان جنایت و مکافات شما خواهید دید. بعد از مدتی ماری میمیره و بعد از اون برادر داستایفسکی به خاطر بیماری فوت میکنه. داستایفسکی ضربه شدید روحی و حتی مالی میخوره. بله درسته، مالی، چون بدهی های برادر داستایفسکی میفته روی دوش داستایفسکی و بعد از اون به اروپا میره و غرق در قمار همه چیشو از دست میده، حتی گوشواره های زنش. داستایفسکی غمگین ما بعد از این که دستنویس های کوتاهی از جنایت و مکافات آماده میکنه، داستایفسکی غمگین ولی جنگجو به روسیه برمیگرده. با تندنویسش آنا ازدواج میکنه و بعد از اون شروع میکنه به نوشتن کتابهاش یکی پس از دیگری. نزدیکانش و آخرین کتابش کتاب برادران کارامازوفه که به عقیده من یک وصیت‌نامه تام از کلن چارت داستایفسکیه. و بعد از اون نزدیکانش میگن که قرار بوده این کتاب ادامه پیدا کنه ولی متاسفانه داستایفسکی فوت میکنه و این اجازه رو پیدا نمیکنه واسه ادامه کتابش. و اما بریم سراغ کتاب و کتاب رو معرفی کنیم که ببینیم با چه اثری ما من نمیدونم صدام هستش، من یه لحظه تصویر رفت. من صدام تو گروه هست؟ بله صداتون هست جناب آقای. بله. کتاب جنایت و مکافات برنده 19 دوره کتاب سال ایران در سال 1379 و بهترین ترجمه در حوزه ادبیات داستانی انتخاب و معرفی شد. داستایفسکی جنایت و مکافات را در سال 1866 نوشت. 7 پیش از نگارش آن در سال 1859 در نامه‌ای به برادرش گفته بود طرح این داستان را در زندان ریخته و در دورانی که با درد و دریغ و سرخوردگی روزگار می‌گذرانده. او این اثر را اقرارنامه‌ای در شکل رمان خوانده بود و گفته بود قصد دارد آن را با خون دلش بنویسد. جنایت و مکافات روایت داستان زندگی دانشجویی به نام راسکولنیکوف است که طبق انگیزه هایی که خودش هم نمیداند چیست مرتکب قتلی می شود. وی زن رباخار را همراه با خواهرش که اتفاقی در زمان وقوع قتل در صحنه حاضر می شود به قتل می رساند. سپس خود را از خرج کردن پول و جواهراتی که برداشته ناتوان می بیند و پول و جواهرات را پنهان می کند. پس از چند روز بیماری و بستری شدن در خانه، با این تصور که هر کس را که می بیند به او مظنون است، کار راسکولنیکوف به جنون می کشد.
در این بین او عاشق سونیا، دختری که به خاطر مشکلات مالی خانوادهش دست به تن فروشی زده می شود. داستایفسکی این رابطه را به نشانه مهر خداوندی به انسان خطاکار استفاده کرده و همان عشق نیروی رستگاری بخش می شود. در واقع در این رمان ما با دو نوع جنایت سر و کار داریم. دو انسان که هر یک در راستای یکی از این دو نظریه خواسته از برتر بودن و در نهایت به تنهایی کامل و جدایی از جامعه می رسند و هر یک سرنوشت خاص خود را می آورد. راسکولنیکوف تنهایی را تاب نمی آورد و با پناه جستن به عشق و اعتراف به گناه دوباره به جامعه انسانی باز می گردد. اما سویدری حتی در قلمرو عشق نیز می خواهد اعمال اراده کند. سویدری از این قلمرو رانده می شود و در نهایت به این می رسد که باید در قلمرو دیگری اعمال اراده کند. قلمرویی که دیگر مختص انسانهای برتر نیست. قلمرویی که سرنوشت محتوم همه انسانهاست. داستایفسکی زمانی به نگارش این داستان دست یازید که رویداد و مزامین آن را طی 20 سال با گوشت و خون خود آزموده بود. اینجا جا داره من این رو بگم، توی یک کافه بودن، یکی برگشت به داستایفسکی گفت که تو به چه حقی داری از مردم فقیر مینویسی؟ تو که عقبت فقیر نبود. داستایفسکی دستشو میندازه به پاچه شلوارش و آروم میکشه بالا و رد زنجیرها رو نشون میده و میگه به این دلیل. و الان بهتر درک بکنیم که چرا اینجا گفته که تمام اینها رو با گوشت و خونش داشته درک میکرده. جنایت آرمان خواهانه از مفاهیم مهم اندیشه انقلابی در روزگار او بود و او شخصا درگیر این پدیده شده بود. اما این اندیشه تنها مضمون مورد نظر او نبود، مضمون فلسفی دیگری هم بود که همزمان با طرح این اثر در اندیشه فلسفی غرب شکل گرفته بود، ابر انسان. پیش از داستایفسکی، هگل فیلسوف آلمانی در آثار خود به طرح مختصات کلی این انسان برتر پرداخته بود. هگل ابر انسانی طرح کرده بود، حامل مقاصد شریف و متعالی، انسانی که می گفت اگر هدف شریف و متعالی باشد، وسیله رسیدن به آن هر چه باشد، توجیه پذیر و منطقی است. ابر انسان هگل انسانی است بود برتر از انسانهای عادی، با اهداف شریف و برین و انسان ساز که تنها در جهت خیر و صلاح بشر گام بر می داشت و دغدغه اش شریف بود و متعالی بودن، این هدف بود. بر اساس نظریه هگل اگر آرمان شریف و متعالی یا آسمانی می بود، کشته شدن هزار یا میلیون ها انسان اهمیتی نداشت. که ما می دونیم الان تو این دوره می دونیم که یه همچین عقیدهی فکر کنم محکوم به فناست. چندی بعد از نگارش این اثر توسط داستایفسکی بود که فیلسوف دیگری در غرب با نام فریدریش نیچه به طرح مشخصات یک ابر انسان دیگر همت گماشت. انسانی که خواست به هدفش قدرت بود، برای برکشیدن انسانی که بی خدا شده بود و حال می بایست خود خدا شود. داستایفسکی و نیچه دقیقا روبروی هم هستند. یعنی داستایفسکی عقاید مذهبی داشته. البته در انتها در برادران کارامازوف وقتی اسم شخصیت یادم رفت که توی اتاق با شیطان داره بحث میکنه، دو تا افکاریه که داستایفسکی به این نتیجه رسیده و داره با خودش بحث میکنه. دیدی بعضی از ماها وقتی راه میریم با خودمون در مورد یه مسئله بحث میکنیم، دو تا صدا هست، گاهی اوقات تایید میکنیم گاهی اوقات تکذیب میکنیم. داستایفسکی دقیقا این مکالمه رو توی ایوان، اسمش یادم افتاد، ایوان با شیطان توی خونه خودش بحث میکنه در مورد حقیقت و دروغ، که آیا دین واقعا وجود داره یا نه. خب بریم به ادامه بحثمون. که هر وسیله‌ای را مجاز می‌دانست. به این ترتیب این دو اندیشه با همه وجوه متمایز خود سرانجام به یک نقطه می‌رسند، قدرت خواهی. اما خواست هر قدرتی بدون دست دادن به جنایت رویایی پوچ و بی‌معنا. پس آرمان به هر شکل و به هر نام چفت جنایت است. خب این معرفی کتاب بود و خیلی جالبه که توی امروز من قضیه ها و موضوع هایی رو شنیدیم که دقیقا توی چارت جنایت و مکافات هستش و این کتاب فوق العاده از الف اولش تا یه آخرش کاملا حقوق بشری است و انسانی. این کتاب تم فوق العاده ای داره. جنایت و مکافات چندین لایه داره، یک بعد سیاسی داره، اجتماعی داره، بعد مذهبی داره،
بود جامعه شناسی داره، با بود مذهبیش کاری نداریم، چون بود مذهبیش رو اندیشمندها گفتن که قابل نقده، چون مذهب همیشه قابل نقده، ولی بودهای دیگرش رو به هیچ عنوان نمیشه کاری کرد، چون این نابغه روس قبل از اینکه روانشناسی بالینی به وجود بیاد کاراکترها و شخصیتهای این بیماری رو به طور کل فاکتور کرده. یعنی میتونم به جرأت بگم که کتابهای داستایفسکی شاید بین روانشناسها دوستدار زیادی داشته باشه. حالا ما بیایم یه نگاه بندازیم ببینیم که خب چرا به این میگن، یعنی این کتاب اینقدر مهم شده و چرا میگن اصلا این کتاب خیلی خوبه، کتاب عجیبیه. خب ما هزاران هزار قاتل دیدیم که عاشق دختر میشه و هزاران هزار قاتل دیدیم که پشیمون میشن. چه چیزی باعث شده که بگیم که این نویسنده واقعا نابغه است؟ بریم نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده واسه این کتاب. این کتاب یعنی داستایفسکی این کتاب رو در اوج ناامیدی خودش نوشته، اوج بیپولی. یعنی کتاب جنایت و مکافات به صورت پاورقی و داستایفسکی این رو به صورت فصل به فصل کتاب رو مینوشته. یعنی چی؟ یعنی آیا داستایفسکی وقتی کتاب رو فصل به فصل مینوشته فرصت ویرایش نداشته؟ چرا؟ فرصت ویرایش همون فصلی که مینوشته رو داشته، یعنی فصل گذشته رو دیگه فرصتش رو نداشته و این نبوغ داستایفسکی رو میرسونه. چون نویسنده گاهی اوقات به یک کاراکتر میرسه و به یک موضوعی میرسه که باید این موضوع رو از قبل هموار کنه و چون این موضوع نیست، به یک دونه موضوع اشاره میکنم که یه همچین اتفاقی توی جنایت و مکافات میفته و ما احتمال میدیم که این اتفاق اینجوری باشه که بعدها این قضیه به فکر داستایفسکی برسه که در انتهای داستان ما با مقاله‌ای روبرو میشیم که راسکولنیکوف این مقاله رو نوشته و این مقاله به صورت یک اعتراف نامه است. ولی این مقاله چرا اینقدر دیر و در انتهای کتاب خونده میشه؟ امکانش هست که این بعدها به ذهن داستایفسکی رسیده باشه و این کتاب، یعنی اینجوری که گفته، یعنی پیام این کتاب، ای کاش میشه نقدش کرده، ای کاش بچه‌ها کتاب رو میخوندن. چون کتاب اگه بخوام یه ذره وارد کتاب بشیم، چون کتاب روونه ولی چند لایه است. اگه ما کتاب رو بگیم داستان کتاب لو میره و واسه همین نمیخوام زیاد ورود کنم به کتاب، ولی این رو میخوام بگم که داستایفسکی توی این کتاب دو نوع جواب گذاشته واسه سوالش. یک سوال میده و دو تا جواب داره، مثل آره یا نه، برم یا بمونم. ما توی زندگی شخصیمون یا برم رو تجربه میکنیم یا بمونم رو، به هیچ عنوان نمیتونیم همزمان جفتش رو تجربه کنیم، ولی داستایفسکی این شانس رو به ما داد که هر جفتش رو توی این کتاب تجربه میکنیم و موازی با هم میبریم و شما متوجه میشید که برای اینکه به زندگی برگردی باید به جامعه آری بگی. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر زندگی بی‌معنا باشه، تو محکوم به این هستی که به زندگی آری بگی. ما خیلی از بزرگان رو دیدیم که زندگیشون به صفر رسیده، به صفر مطلق رسیده. مثل کی؟ مثل تسلا. تسلا هم در قماربازی مثل داستایفسکی حتی بورسش رو باخت. ولی آیا تسلا شکست خورد؟ نه. تسلا مثل گفته نیچه گفت هر غمی که من رو نکشه من رو قوی میکنه، قوی تر شد. داستایفسکی هم به این شکل. فکر کنم فروید بود، فروید از روی نویسنده ها مثل قلتک رد میشد. از فروید پرسیدن نظرت در مورد داستایفسکی چیه؟ گفت من نزدیک این اژدهای هشت سر نمیشم، با من در مورد این حرف نزن. یعنی خیلی خوشحالم که توی یه همچین قرنی هستم که میتونم در مورد داستایفسکی بخونم و ای کاش میشد خودش باشه که وقتی صحبت میکنه یا سخنرانی داره آدم در مورد خودش بدونه که چی داره میگه این شخص. من همینجا معرفی این کتاب رو به پایان میرسونم و امیدوارم که دوستان این کتاب رو بخونن یا این معجزه رو و کارهای داستایفسکی رو از ابتدا دنبال کنن، چون نویسنده و کسی که کار هنری میکنه دقیقا مثل گوله برفی میمونه که از یک کوه پل داده میشه پایین، یواش یواش گنده میشه. و اگه شما برید برادران کارامازوف رو از الان بخونید، برید مردم فقیر رو بخونید، یک مقدار بهتون آسیب خواهد رسید، برمیگردید. حالا نظر شخصی منه، به نظر من از ابتدا باید یک نویسنده رو شروع کرد تا به انتهاش. همون انتهاش رو بخونید شما انگار
دیگه نمیتونید، یعنی رشد نویسنده رو نمیتونید درک کنید. ممنونم ازتون. ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای سعادتی عزیز، بابت معرفی کتاب بسیار عالی و کامل و جامع بود، سپاس از شما. خب دوستان عزیز، همکاران گرامی، به سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده با موضوع عدم تبعیض، روز جهانی پناهندگی. خب همونطور که دوستان هم میدونن، هفته گذشته در واقع 20 ژوئن روز جهانی پناهندگی بود. یه من توضیح کوتاهی خدمتتون عرض میکنم در رابطه با این روز و بعد بحث رو با شما همکاران ادامه میدیم. سازمان ملل 20 ژوئن رو روز پناهنده نامیده که هدف از نامگذاری این روز احترام به پناهندگان سراسر جهان بوده و همونطور که همگی میدونیم در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به این مورد پرداخته شد. از نظر سازمان ملل متحد، همه افرادی که به هر شکلی هم از آزار و اذیت، خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر، نداشتن امنیت جانی و روانی، دلایل اجتماعی، قومی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، جنسیتی مجبور به ترک وطن و کشورشون میشن، پناهجو نامیده میشن و حق دریافت پناهندگی رو در یک کشور امن دارن. چرا که هر کس حق داره که در امنیت زندگی بکنه. اما همین ابتدای کار یه نگاه کوتاهی کنیم به سیستم پناهندگی در واقع توی کشور خودمون، توی ایران. ایران خب به دلیل هممرز بودن با کشور افغانستان، خب مقصد اولیه پناهجویان افغانستانیه. جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده که بدون هیچ چهارزدگی از پناهجویان به طور کامل و با رعایت حفظ شأن انسانی حمایت میکنه و همچنین طبق فرمان آیت الله خامنه ای که گفته باید با پناهجویان افغانستانی با رویکردی الهی و بشر دوستانه رفتار بشه و زمینه تحصیل رایگان برای فرزندان آنان فراهم بشه، که خب همه هم میدونید که این صحبت ها فقط در حد یه شعار باقی بود. جایی که میدونیم که پناهجویان افغانستانی توی ایران فاقد دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، شغلی و اصلا فاقد هیچ گونه هویتی هستن. وقتی یک نفر هیچ هویتی نداشته باشه، خب به طب هیچ کدوم دیگه امکانات دیگه‌ای که باید داشته باشه رو خب نداره. به نظر من خب در واقع یکی از مهمترین دلایل وجود این مشکلات خب نبوده یه سیستم شفاف پناهندگیه. توی این چند وقته دیدیم که چقدر دولتایی که در واقع بر رأس کار اومدن توی ایران، توی جمهوری اسلامی، چقدر مورد آزار و اذیت قرار دادن این پناهجویان افغانستانی رو و خیلی هاشون رو با وجود مشکلات زیادی که توی افغانستان وجود داره مجبورشون کردن که به کشورشون برگردن. اما پناهجویانی که خودشون رو به کشورهای مختلفی، کشورهای دیگه برای دستیابی به یک محیط امن میرسونن، خب همگی مشکلاتی شامل مشکلات اجتماعی، سیاسی، مذهبی خب ندارن و بسیاری از افراد به دلیل وجود حوادثی مثل جنگ ناچار به ترک کشورشون میشن و بسیاری هم به دلایل شرایط بد اقتصادی کشور خودشون رو ترک میکنن. به هر دلیلی که در حالا سیاست‌های کشورهای مختلف وجود داره، مدتیه که نگاه کشورها به پناهجویان اقتصادی تغییر کرده و نبود شرایط نامناسب اقتصادی توی کشور مبدع رو دلیل بر قبول کردن پناهجو نمی‌دونم. هرچند که کشورها باید تابع قوانین موجود توی سندهای بین‌المللی باشن، اما خب در اغلب این موارد طبق قوانین مهاجرتی خودشون عمل میکنن و همینجا هم اشاره بکنیم به کسانی که به دلایل جنگ کشورشون رو ترک کردن، که خب توی این سالها متاسفانه به خاطر وجود جنگ توی اکثر کشورهای جهان خب شاهد موارد روزافزون توی این مورد بودیم، که خب خیلی از اوقات کشورهای پناهجو پذیر در واقع تفاوت‌هایی رو برای پناهجویان مورد قبول در واقع چجوری بگم
اعمال میکنه علیه پناهجویانی که از کشورهای مختلفی دارن میان و در واقع یه جورایی تبعیض قائل میشن بین کشورهای این کشور با اون کشور، حالا هر دو درگیر جنگن یه جورایی، ولی یه جورایی تبعیض قائل میشن و دلیلش هم واقعا یک علی هر چی که باشه یک دلیل واقعا غیر انسانیه، چون که در واقع شما نقض میکنید و پایمال میکنید حقوق یک انسان رو. خب همکاران گرامی، من صحبتامو کوتاه میکنم اینجا که بحث رو با شما دوستان ادامه بدیم. اول از همه میخوام که نظر شما رو بشنویم در واقع در رابطه با سیستم پناهندگی، حالا چه در ایران و چه در خارج از ایران، و در رابطه با این حق پناهندگی که متاسفانه داریم میبینیم که این حق روز به روز توی حالا به خاطر سیاست‌های کشورهای دنیا داره کمرنگ‌تر میشه و بعضی از کشورها که اصلا حذف کردن این حق پناهندگی رو. و به نظر شما دوستان و همکاران گرامی چه راهی میشه اندیشید برای حفظ این حق پناهندگی؟ چی کار میتونیم بکنیم که این حق پناهندگی از بین نره؟ که واقعا خب میدونیم خیلی ها واقعا به این حق پناهندگی نیاز دارن. من صحبتام کوتاه میکنم تا نظرات شما دوستان رو بشنویم، از دوستان و همکاران عزیز که تمایل دارن در بحث آزاد امروز رو شرکت کنن، خوشحال میشیم که نظراتشون رو شنوا باشیم. بله جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم. درود و وقت بخیر مجدد. پیرو بحثتون با ما هفته پیش تقریبا همین بحث رو داشتیم تو کمیته جوان در رابطه با موضوعی که تو انگلیس هست، میخوام پناهجوها رو برگردن رواندا. دلیل به نظر من کمیکی دارم میگن تو که اینا به وسیله قاچاقچی ها میان، ما میخوایم راه قاچاقچی ها رو ببریم. اصلا امکان پذیر نیست که شما پناهنده بشی مگر اینکه 1% حالا ویزا داشته باشی. عمده پناهندگی از رو قاچاق، شما نمیتونی بیای در مرز رد بگی سلام علیکم من اومدم پناهنده شم درم عرض باز کنم بیام تو. پس قاعدتا از طرق قاچاق برمی، حالا خیلی هم که راهو بلد نیستن مجبورم بدم به قاچاقچی، یعنی یه پاک کردن صورت مسئله است توسط انگلیس. رواندا هم که جایی برای زندگی نیست، اگه بود خود آفریقایی‌ها نمی‌موندن اروپا پناهنده شن. و از اون ور داریم می‌بینیم خب امریکاست که چندین و چند سال تبعیض قائل شده، ایرانی‌ها رو مستثنا قرار داده، یعنی شما حق پناهندگی به امریکا رو ندارید، در حالی که به قول خودشون با ایران مشکل داره. من نمی‌دونم چجور مشکل دارن که مردمی که با ایران با حکومت جمهوری اسلامی مشکل دارن حق پناهندگی ندارن، ولی فرزندان همون مسئولینی که اینا ادعا می‌کنن باهاش مشکل دارن حق اقامت دارن. حتی پسر آقا خانم ابتکار، یعنی طرف از دیوار آلمان رفته سفارت امریکا رفته بالا، نزدیک 2 سال کارکنان سفارت رو گروگان گرفته که بچه‌ش حق داره زندگی کنه، تحصیل کنه، تجارت کنه تو امریکا، ولی فرضاً من نوعی حق ندارم پناهنده بشم. این خودش کاملا همه چی میبره زیر سوال. از ور استرالیا رو داری، خب استرالیا جزیره است، قاعدتا همه با کشتی بیان، یعنی میگن آقا چون که مردم جونشون در خطره ما این کارو میکنیم که مردم جونشون به خطر نندازن، یعنی دقیقاً همه چی صورت مسئله رو پاک میکنن که شما چون که جونتون در خطره ما این کارو میکنیم که شما میفرستیم میشن گینه بیساو، این طرف اگه میخواست امنیت داشته خب تو کشورش میمونه دیگه و مجبور یه ریسکی بکنه برسه به اونجا. میگم یه چیزیه که باب شده تو همه قدرت‌های جهانی، حالا این نکته منفیش که بوده پناهندگان بماند، این یه مستمسه که توجیه پذیر حداقل برای بدنه مردمی میشه که حامی حکومت‌های فاشیست و دیکتاتوریه، که برگردن همین رو مستمسه کنن میگن مثلا کشور اروپای آمریکایی این مایی که مدعیان موقع اجرا انجام ده، یعنی از دو طرف مردم مستضعف و ضعیف و مشکل داری که با حکومت‌های خودش مشکل داره، از اون برم بعد جوابگوی مسائل هم باشه. اگه شما مدعی مثلا انگلیس خوبه، چرا انگلیس این کارا؟ از اون نظرم که شما میگین چیکار میشه که فقط بالا بردن سطح آگاهی قشرهای معمولی رای دهنده تو کشورهای پناهنده پذیر، حالا چه میخواد تو ایران باشه که بدونم مردم آقای پناهنده اگه افغانی بلند میشه میاد تو ایران از گرفتاری نه از دلخوشی نه از اینکه خوشحال باشه که بده اینجا پناهنده بشه، همونجوری که تو اروپا هم برای این مثلا جا بیفته. ولی خب متاسفانه حکومت ها همونجوری که حکومت جمهوری اسلامی حرف خوب میزنن موقع عمل کردن میان یه کلمه منحوس امنیت ملی منافع ملی رو میذارن وسط، بعد همه اخلاقیات چه تو ایران چه خارج از ایران این متاسفانه فراموش میشه. و مثلا من هیچ جای دنیایی هم من تا حالا نشیدم که معیار و ملاک
امنیت ملی و منافع ملی چی؟ آیا انسان بودن و متحد بودن به اصول اخلاقی جزء منافع ملی هست یا نه؟ جزء امنیت ملی هست؟ ما اگه مثلا میتونیم بریم یک کشور رو نابود بکنیم، بعد اون کشور مردمش هیچ گناهی ندارن، هیچ منافع ملی ندارن. مثلا امریکا میاد میره عراق رو نابود میکنه، مدعی میشه یه سری تجهیزات مثلا کشتار جمعی هست، هم چیزی هم پیدا نمیشه، هیچ مابعدی نمیده که این اشتباه رو کرده. بعد همون مردم رو محروم میکنه که حتی بریم بهش پناهنده بشن، یا اگر محروم نمیکنه اینقدر سخت هستش که کسی نمیتونه برسه به امریکا پناهنده بشه. بعد کشورها متحد بشن به حالا چه ایران چه خارج از ایران، وقتی تعهدی میدین یه سازمان ملل قبول میکنی که جو عضو کنوانسیون ژنو باشی، بعد موقع عملم انجام بده، نه که با مستمسکی بگی آقا حالا من میخوام شما توی دریا غرق نشین، شما نفرستم تو آفریقا، این چه حرفیه. بعد مشکل بعدیش هم اینه که عطف مستبق میمونم، میگن آقا هر کی از اول ژانویه اومد باید بره آفریقا، حالا مثلا طرف 6 ماه تو انگلیسه، قانون میخوایم بزنی حداقل بگیم مثلا چه بدون از یه ماه دیگه، اینکه برگرد بگرد میفهمی 6 ماه پیش اونی که رسیده الان اونجا خطر از جونش رد شده دیگه، چه مشکلی دیگه داره؟ یه الان نه به قاچاقچی نیازی داره نه خطری تحتیش. ممنون، متشکرم از بحثی که شروع کرد. ممنونم آقای احمدی خواه. بله منم میخواستم به انگلیس اشاره بکنم، ولی خب حالا گذاشتم لابلای صحبتایی که بچه ها میکنن. بله متاسفانه با این قانون جدیدی که حالا داره اعمال هم میشه، یعنی من فکر نمیکردم اینقدر حالا خیلی زود عملی بشه و اینقدر سریع در واقع اون روند اخراجش جلو بیفته و سریع شروع کنن اخراج کردن، در واقع فرستادن به آفریقا. ولی خب متاسفانه میبینیم که همونجا داره تعویض اتفاق میفته بین یک عده خاصی از پناهجویان با بقیه پناهجویان، یعنی اومدن تقسیم کردن یه سری کشورهای خاص رو الان گذاشتن توی لیستشون برای فرستادن به آفریقا، یا مثلا اومدن گفتن فقط افراد مجرد رو فعلا میفرستیم، مثلا حالا خانواده ها رو جدا کردن. خب همه اینا به نوعی تعویضه که داره اتفاق میفته متاسفانه اونجا، و خب هر کسی که الان رسیده باشه اونجا توی انگلیس به هر دلیلی که الان به هر دلیلی که واقعا اومده باشه و خواسته که پناهنده بشه، در واقع پناهجو بوده، خب شرایطش 100% توی کشور خودش خیلی خطرناک بوده، یعنی خیلی خطرناکتر از حتی اون دریایی بوده که خودش رسونده به انگلیس، که حاضر شده جونش رو بگیره کف دستش، جون خودش، خانواده‌اش، بچه‌اش، و بیاد توی دریا و خودش رو برسونه به انگلیس به امید این که حداقل بتونه یک زندگی نرمال داشته باشه، حالا نه یه زندگی ایدئال، یه زندگی نرمال داشته باشه، که الان با وجود این قوانین متاسفانه این حق هم داره کم کم از پناهجوها گرفته میشه. جناب آقای سبزیان بله بفرمایید، میشنویم شما. درود مجدد. من دوست دارم یه جور دیگه، البته با اجزای ناصری، من نظر خودم رو میگم، ما میتونیم از سه منظر این قضیه رو نگاه کنیم. ببینید، یکی دیدگاه خود پناهنده است، دومی خود اون کشور مقصده، و سومی جامعه و مردم اون کشور مقصد. من اگر اجازه داشته باشم دوستان تو سه دقیقه، البته سه تا سه دقیقه در مورد هر کدومش اگر با اجازه آقای ناصری و مسئول جلسه بتونم صحبت کنم خیلی خوب میشه. ببینید پناهنده، حالا نظر شخصی منه، ببینید یک سری معدود هستن که میتونن پناهنده هستن و به صورت هوایی به اون کشور مقصد برن، و تعدادشون هم واقعا میتونم بگم زیاد نیست، هستن، نه که بگم کمن، نه، ولی خیلی سخته کسی پناهنده باشه و بتونه هوایی از کشور خودش به کشور اون مقصد بره. این مورد این اول که خدمتتون عرض کنم. مورد بعدی، پناهنده اسمش روشه، یعنی کسی که از کشور و زادگاه خودش به یک صورتی حالا به هر دلیلی که هست اینو یه جورایی گفتن برو، یعنی دفعش کردن، اخراجش کردن و این امکان برگشت به کشور خودشو نداره. حالا میدم به هر دلیلی میتونه باشه، حالا وارد یک کشور ثالثی میشه، اون پناهنده اولین چیزی که نداره آشنایی با فرهنگ اون کشوره، و مهمتر از اون زبان اون کشور. اون شخص تازه وارد یک کشوری شده، نه زبان بلده نه فرهنگ بلده،
و شما فرض کنید که حمایتی هم از اون کشور نشه. من کلی میگم، اینا حالا افرادی که افغانستانی هستن وارد ایران میشن هم شامل میشه. حالا فرق نمیکنه، ما خودمون هم پناهنده هستیم، حالا وارد آلمان شدیم، چون همه اینجا الان کسی که اکثرا هستن تو کشور آلمان هستن. محدودیت هایی دارن. همین کشور آلمان من یادم هست گفتن که از اول آگوست 2019 هر کی بعدش اومده دیگه بهش کلاس زبان نمیدیم، دیرکسیون کورس نمیدیم. خب اونم چی؟ زبان آلمانی. من خودم هیچ وقت یادم نره، من یه ماه طول کشید آخر تونستم بگم ویگت استیا. بعد یه ماه به ما گفتن که آقا نگو دیا، ایننه. حالا بیا ایننه یاد بگیر، احترام بذار. ببینید اینا رو شخص باید بهش آموزش داده بشه، اون پناهنده نمیدونه اینو. حالا من تو بخشای خود جامعه اون کشور مقصد و اون خود کشور مقصد هم میگم، چون من میخوام کوتاه صحبت کنم به دوستانم وقت برسه. پناهنده واقعا مظلومه، چون شما فرض کنید طرد شده از کشورش و توی کشور مقصدی هم که حالا هست، از نظر هم جامعه هم از اون کشور این شخص رو زیاد به عنوان پناهنده قبول ندارن. شما همین آلمان رو در نظر بگیرید، شما تا میبینم موهاتون سیاهه، حالا انار به نوردن وستفالن یه ذره خب بهتره، ولی بقیه ایالت ها من میشنوم اصلا تعجب میکنم و تعجبی هم نداره، چون حقیقته موه سیاه شما داشته باشید در جا بهتون میگن که این خطرناک، باهاتون صحبت نمیکنن، اونم آلمان. یعنی من آلمان فقط میخوام مثال بزنم، چون بالاخره ما الان اکثرا تو آلمان هستیم. حالا من تو 3 دقیقه برید در مورد خود کشور آلمان هم دوستانم صحبت کنم، هم در مورد مردم کشور آلمان هم جامعه و مردمشون هم صحبت کنم، ولی فقط همین رو بگم که پناهنده واقعا یکی از مظلوم‌ترین هاست، چون این شخص واقعا هیچ چیز، یعنی همه چیزش رو از دست داده، تحصیلات، زبان، هر تلاشی که کرده و تازه میخواد از صفر صفر شروع کنه توی کشوری که هیچ آشنایی باش نداره. من مایک رها میکنم، امیدوارم که بتونم 3 دقیقه بعدی هم بتونم صحبت کنم. متشکرم آقای سبزیان. بله، نکته کاملا درستی اشاره کردید. متاسفانه این تبعیضه الان داره اتفاق میفته توی همین آلمان. خب زبان که همونجور که اشاره کردی در واقع جز پایه ترین و اساسی ترین نیاز هر شخصه. یعنی یک نفر وارد یک کشور کاملا غریبه میشه، هیچ آشنایی با زبان اون کشور نداره. شما وقتی زبان رو ندونید، خب چجوری میخوای اینجا حق خودتو بگیری؟ چجوری میخوای بری کار بکنی؟ چجوری میخوای بری چه میدونم حالا تقاضای فلان امکاناتو بدی برای خودت، فلان چیزو برای خودت بخوای؟ وقتی اون دولت نمیاد پایه و اساسی تر نیاز تو رو برطرف کنه، حالا برای بعضیا میکنه برای بعضیا نمیکنه، حالا این خودش الان استثنائه، خودش تبعیض داره اتفاق میفته اینجا توی آلمان، چون برای همه پناهجوها اینجوری نیست. یه سری از پناهجوها اینتگراسیون کورس از بسم الله دارن، از همون ابتدا که میاد دارن اینتگراسیون کورس، ولی خب اینجا میاد تعویض قائل میشه، برای یه سری کشورها نمیده اینتگراسیون کورس، بعد انتظار داره اون پناهجوهایی که از اون کشور اومدن سریع ادغام بشن، برن سر کار توی بازار باشن و و و بقیه چیزا و مشکلات بعدی براشون پیش نیاد، که خب این واقعا اتفاق نمیفته، نمیشه اصلا همچین چیزی. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود مجدد خدمت عزیزان. بله، پناهندگی نام و اسمیه که این روزها ما به شدت درگیرشیم و میتونیم بگیم که مثل همون داستانی که عزیزمون تعریف کردن از کتاب، با گوشت و پوست و استخونمون داریم لمسش میکنیم مشکلاتش رو. وقتی لمسش میکنیم مشکلاتش رو و درون این بحران هستیم، راحت‌تر میتونیم در موردش صحبت کنیم. که خب چرا پناهندگی، چرا پناهنده؟ پناهنده یعنی یه جا بریده و باید و به یه جایی پناه آورده و دوست داره که بهش کمک بشه. و حالا ما چون به واسطه این که در آلمان هستیم، به واسطه این
بهترین و میشه گفت یک کشور اروپایی که به نوعی تو بحث اقتصادش خوبه، تو بحث امنیتش اوکیه، تو بحث آموزشش خوبه و از هر لحاظ میشه گفتش که کلاس بالای اروپایی و درجه یکی رو برای خودش قائله. این کشور اروپایی درجه یک چگونه داره با یه پناهنده برخورد میکنه؟ خب بگذاریم از این که ما خودمون توی ایران به افغانی و عزیزان افغانی که وارد ایران میشن به چشم یه اجنبی نگاه میکنیم، ما خودمون شاید بگم خب تو تایمی که تو ایران ساکن بودیم بودن افرادی که خب با این عزیزان بد برخورد میکردن. اصلا شرایطی که آلمان برای شروعش به ما داد در شروع پروسه پناهندگی، آیا ما این شرایط رو ایرانی ها به افغانی ها دادن در شروعشون ورودشون به ایران؟ و مسلما این امکانات براشون مهیا نبوده. سوا اینکه خب ایران کاری نداریم که ایران این امکان رو نداره نمیذاره نه دوست داره بذاره برای اینکه بخواد پناهندگی گیره. کشوری هم نیست که بخواد آدم کسی بخواد بهش پناه بیاره. آلمان متاسفانه، حالا میپردازیم بحث آلمان به عنوان کشوری که پناهجو میپذیره، علارغم این که داره به این روزها نقض بشر رو، نقض حقوق بشر رو راحت ما میتونیم ببینیم، اینکه برخوردی که با یک کشور جنگ زده مثل اوکراین میکنه و البته خب توی بوره زمانی با سوریه کرد و عزیزان عرب زبانی که از طریق حالا اوورد و اینجا اقامت بهشون داد و همین اقدامو داره برای اوکراین میکنه، خب دستشون درد نکنه. ولی من نوعی که از ایران اومدم، آیا کشور من دچار جنگ نیست؟ جنگ یعنی چی؟ جنگ یعنی که کشور خارجی بخواد با یک کشور دیگه دچار بزنن، به قول معروف به تیپ همو دچار مشکلات جنگی بشن و وارد عملیات نظامی بشن و خرابی به بار بیاد و کشته به بار بیاد. خب تو ایران مگه اینها نیستش؟ مگه این عملیات نظامی امروز بین مردم و دولت شکل نمیگیره؟ آیا دولت آلمان و کشورهایی که ادعای حقوق بشری میکنن، ادعای اینو دارن که تو این مسیر پیشرو هستن و انجام میدن، آیا میان نگاه بکنن به این قضیه؟ آیا میان من پناهنده رو باور کنن که آیا به چه دلیلی واقعا آیا مجبور شدن یا از سر اراده، از سر خوشی باشدم اومدم اینجا لذت ببرم؟ یعنی واقعا شاید بشه یه جلسه ای رو برای این موضوع کاملا در نظر گرفت، به طور مفصل اینو بس داد، گسترش داد. و آیا آلمان به عنوان کشور پناهنده پذیر، آیا تونسته یک گزارشی، یه کارشناسی بفرسته تو این کشورهایی که داره میاد به آلمان پناهنده میشه، بره وضعیت اونها رو بررسی کنه؟ خب این آدمی که از توی ایران بلند اومده مثلا به عنوان یک اقلیت دینی به قول خودشون و به عنوان یک کسی که به قولی پیروان ادیان دیگه هستن و دارن، نتونست اونجا زندگی کنه و امروز اومده در آلمان، این صحت داره؟ من که میگم اونجا دوچار مشکل، من رفته تحقیق کنه ببینه این مشکل هست یا نه، یا نه فقط اینجا نشسته میگه من نمیدونم و همه چی اوکی و بلو 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 سنبول برگرد برو، تو میتونی اونجا زندگی کنه؟ این اون نقض حقوق بشریه که داره اتفاق میفته، این اون نظام بردهداری نوینیه که در دنیا و اون میشه گفت سطح اول دنیا در اون کشورهای پیشرفته داره اتفاق میفته و این به نظر من اصلا قابل درک نیست، از لحاظ بشری، از لحاظ انسانی قابل درک نیست که بدون هیچ پس‌زمینه، بدون هیچ تحقیقی بیام یکی رو منعش کنم، بیام یکی رو نفیش کنم، ببخشید بیام یکی رو بگم نه چه چیزی نیست، تو داری دروغ میگی و اتهام دروغگویی بهش بزنم. متاسفانه این داره روز به روز بدتر میشه و تمام اینها بحث سیاسی داره. کشورهایی مثل آلمان به جرات میتونم بگم از ایران نفت میبرن و منافع ایران براشون مهمه، به خاطر همینم هم هیچ موقع نمیاد ایران رو نفی کنه، بگه کشور ناامنیه، چون اگه بخواد این کار رو کنه باید براش دچار مشکل میشه. به خاطر همینم هم حالا نه تنها آلمان، کلا کشورهایی که نفعی دارن از کشورهای جهان سوم حمایت میکنن دولت‌هاشون رو، حمایت میکنن کسایی که سردمدار اون هستن و نمیپذیرن خیلی چیزها رو، چیزهایی که ضرر بهشون برسونه رو نمیپذیرن. من وقت کمه و صحبت زیاد، امیدوارم که روزی برسه که واقعا
به پناهنده به چشم یک انسان نگاه بشه و براش ارزش قائل بشه. ممنون. ممنونم آقای لطفی. بحث این که اطلاع ندارن از وضعیت اون کشورها، خب هممون خوب میدونیم که اطلاع دارن، خیلی خوبم اطلاع دارن که واقعا توی اون کشور داره چه اتفاقی میفته. مگه میشه این همه بیانیه توی سازمان ملل داره هر سال منتشر میشه، آمار نقض حقوق بشر توی ایران، آمار اعداما و, و و و کلی آمار دیگه داره میاد بیرون و اینا از من و شما مطمئنا خیلی بهتر و شاید بیشتر از وضعیت ایران اطلاع دارن و همینطور از کشورهای دیگه. حالا من حتی افغانستان هم مثال بزنم، همه میدونیم واقعا الان تو افغانستان واقعا چه خبره، یعنی چه اتفاقاتی داره میفته الان با وجود حالا طالبان که تازه الان اومده با قول خودش حکومت تشکیل داره، داره کشورش رو اداره میکنه، چه اتفاقایی داره میفته توی افغانستان. ولی میبینیم الان توی این چند وقته چقدر افغانی اخراج شده از همین آلمان و حتی کشورهای دیگه، یعنی حتی شما هرچی کشور شما بالاتر، الان شما گفتین آلمان یکی از کشورهای درجه یک حالا توی اروپا و حتی کشورهای بالاتری که از نظر در واقع عدم نقض حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر توی همین کشورهای اروپایی داریم، مثلا فنلاند و دانمارک و نروژ و که خیلی کشورهای سطح بالاتری هستن حتی از آلمان، نگاه میکنیم میبینیم درصد آمار قبولی به پناهجویان توی اونجا حتی خیلی بدتر از آلمانه، یعنی شاید نزدیک حتی به صفر شده، خیلی پایین اومده. و آیا اونو خبر ندارن از وضعیت افغانستان؟ آیا نمیدونن چه اتفاقاتی داره الان توی خیابون‌های حتی افغانستان میفته، چه جوری دارن مردم رو توی خیابون میکشن؟ قطعا اطلاع دارن و خیلی خوب میدونن چه خبره، ولی خب همونجوری که گفتین سیاست‌های اون کشورها الان متاسفانه بر این منواله که چشمشون روی حقایق ببندن و نبینن که چه اتفاقاتی داره میفته اونجا. بله جناب آقای کچویان بفرمایید، خواهش میکنم. درود و تشکر بابت تمام بحث خوبی که همکارانمون تا اینجا کردن. من در درجه اول خواستم بگم که خیلی متاسفم که تعداد بسیار زیادی از هموطنانمون از جمله خود من مجبور شدیم که زادگاهمون و خانوادهمون و دوستامون و هر آنچه که تو کشورمون داشتیم و حتی زبان و فرهنگمون رو به خاطر حالا دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، قومی، جنسی و مسائل دیگه که تبعیض آمیزه ترک کنیم و به یک کشور ثالثی پناهنده بشیم. من خواستم که اینجا به علت این قضیه هم اشاره بکنم که خب واقعا جمهوری اسلامی ایران توی اون کشور دیگه واقعا چیزی برای کسی باقی نذاشته و امروز که نگاه میکنم تنوع دلایلی که حالا مردم به خاطر تبعیضی که تو خود اون کشور داشتن مجبور به پناه آوردن به کشور دیگه شدن به حدی زیاد و متنوع شده و هر روز به روزم داره بدتر میشه که حد نداره و واقعا اصلا هر سالی که میگذره نسبت به پارسالش آدم مثلا به علتهایی که حالا هموطناش مهاجرت کردن گوش میکنه واقعا شوکه میشه، که یعنی واقعا مثلا میگفت شاید مثلا 5 سال پیش کسی باور نمیکرد که اصلا که بشه زندگی مثلا یه همچین اتفاقایی توی ایران بیفته و واقعا چه تأسف داره و امیدوارم که واقعا اون کشور حالا یه ذره شاید یه نور و امیدی از یه جایی بیاد واقعا درست بشه. با جمهوری اسلامی هم بعید میدونم این کار ادامه پیدا کنه، باید حکومت عوض شه. نظر شخصی منه در رابطه با کشورهای پناهنده پذیرم که خب بله متاسفانه همه این تبعیض‌ها وجود داره و یکی از دلایلی هم که هست دلایل اقتصادیه که خب الان اقتصاد این کشور رو وقتی که ضعیف شده دیگه این کشور رو اگر بخوان هم حالا حتی اگر بخوان به یکی هم کمک کنن دیگه یواش یواش تواناییشون داره کم میشه و این هم باز خبر بدیه برای پناهنده ها و متاسفانه شرایط رو به بدتر شدن رو به بهتر شدن نیست که هیچی رو به بدتر شدن هم هست. معلومه وقتی که در اختیارم گذاشتید من مایگا رها میکنم. متشکرم آقای کچویان، ممنونم از شما. جناب آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت دوستان عزیز، ممنون از این بحثی که داشتین. من میخواستم به این موضوع اشاره کنم که کمتر بهش پرداخته شده،
تو قسمت پناهندگی تبعیض علیه پسرای مجرده. ما الان داریم میبینیم واقعا هر جا که شما میرین پسرای مجرد کلن بحثشون جداست. تو هر شرایطی تو خود آلمان، یعنی شما بهترین دلیل رو داشته باشین، بهترین کیس رو داشته باشین، فقط چون مجرد هستی کیس شما رد میشه. و همینطور برعکس برای خانوما خیلی اوکیه. شما الان شاهدی توی انگلیس اولین موردی که گفتم میفرستیم آفریقا پسرای مجرده. من واقعا میخوام بدونم تو تعریف پناهندگی یه قسمتی جدا تعریف شده برای پسرای مجرد که اینجوری دارن برخورد میکنن، یا اینکه واقعا چیه داستان، چه مشکل دارن با این پسرای مجرد. من الان خودم شاهدم تو همین تو آلمانی که ما هستیم 80% پسرای مجرد واقعا دیگه افسرده شدن. واقعا شما شاید تو ظاهر ببینی اوکی باشه، ولی وقتی میری تو زندگیشون میبینید تو بهترین سالهای زندگیشون که جوونیشونه، باید کار کنن، باید درآمد داشته باشن یا پیشرفت بکنن، باهاشون کلا تبعیض براشون قائل شدن، باهاشون فرق کرده. یعنی رفتاری که باهاشون میکنن فرق میکنه با دخترای مجرد یا حتی خانواده ها، کسایی که با خانواده اومدن اینجا، حتی بعد اینکه ادغام میشن، حتی بعد اینکه به قول معروف جواب میگیرن وارد کار میشن، همچنان اون مشکلاتی که از قبل بوده رو داشتن و دارن، که همون افسردگی و مسائل اینجنینی. همین خواستم بگم که واقعا به این مورد خیلی اشاره نمیشه، همه واقعا پناهنده ها رو توی یه قالب میبینن، ولی من میخوام اینجا بگم که پسرای مجرد دو سه لول کارشون سخت‌تر از همه پناهنده های دیگه تو هر جای دنیاست. وقتی شما میگید پسر مجردم، انگار که نمیدونم، انگار یه قانونی زیر پا گذاشتی، یا مثلا نباید این کارو میکردی، یا مثلا چون تو پسر مجردی میتونی تو اون جایی که هستی با اون مشکل زندگی کنی، ولی خانوما نه. در حالی که واقعا اینجوری نیست. شما میبینید هم خانواده هم خانوما، من نمیخوام این وسط بحث بین خانوما یا پسرا باشه، نه، ولی خب واقعا راه اونها خیلی راحت تره. تو هر جا توی بحث اینتراکسیون ادغام شدن راحت ترن، توی بحث ارتباطات راحت ترن، هم خانواده هم خانوما. ولی وقتی شما یه پسر مجرد هستی تو همه این داستانا مشکل دارید، و واقعا اینو هیچ کی بهش نپرداخته، در موردش صحبت نشده. خواستم اینو فقط اشاره کنم بهشون. ممنون. ممنونم از شما آقای حمزه‌زاده. البته خب خیلی مشکلات متاسفانه برای همه پناهجوها خیلی زیاده در واقع، یعنی حتی حالا همون خانواده ها که شما میفرمایید یا دختران مجرد، بالاخره سختی های خیلی زیاده دارن میگذرونن. حداقل اونا مشکلات خودشون رو دارن، حالا نوعش به نظر من فرق میکنه، حالا چه خانم باشه چه خانواده باشه، بالاخره اونا مشکلات خودشون رو دارن. ولی خب در اصل که واقعا نباید همچین تعویضی باشه، چون اصلا تعریف پناهنده و پناهجو اصلا نه ربطی به جنسیت داره، نه ربطی به خانواده بودن داره، اصلا یه تعریف مشخصی داره برای هر انسانی. یعنی یک انسان وقتی توی کشور خودش مورد تعویض قرار گرفته، جونش در خطر باشه، خب میتونه توی که این حقو داره توی کشور ثالثی پناهنده بشه و پناه بگیره و اصلا ربطی هم به جنسیت نداره. ولی متاسفانه خب یه سری سیاست‌ها توی یه سری از کشورها یه جورایی میشه گفت قانون راه نوشته است، چون فکر نمی‌کنم جایی نوشته شده باشه همچین مسئله‌ای، یه قانون راه نوشته است که داره متأسفانه اجرا میشه. جناب آقای سعادتی بفرمایید، می‌شنویم شما رو. اول می‌خوام به صورت هنری بگیم پناهجو یعنی چی. پناهجو یاد گرفته یک چیزهایی رو از خودش همیشه جا بذاره و حرکت کنه، و تمام زندگیش میشه یک کوله پشتی و میره جاهای دور دور فقط صرفا به خاطر زندگی. ولی اگه بخوایم از نظر اجتماعی بگیم این قضیه رو، پناهنده کسیه که جونش در خطره و تحت فشاره و مجبوره به خاطر زندگی یک جایی رو ترک کنه و بره. من نمیخوام جای دوری ببرم شما رو، از خودم میگم. من وقتی اومدم اولین بار توی این شهر، یعنی مهاجر شدم اومدم توی این شهر، من یه نقاشم، فیلمسازی هم میکنم، رشته من فیلمسازی بود، گاهی اوقات هم مجسمه میسازم. اومدم توی این شهر، ازم پرسید چی کاره ای، با خوشحالی گفتم هنرمندم. مسئول شهرداری اینجا برگشت به من گفت، ما قشنگ خم شد روی میز، صورت چشو آورد، دقیقا یک وجب با چهره من فاصله داشت، گفت ما هنرمند نمیخوایم، ما کارگر میخوایم، کسی که توی مکدونالد باشه، کسی که بره بار جا به جا کنه.
من این رو دقیقا به خود من گفتم، اگه به کس دیگه میگفتم میگفتم نه آقا دقیقا این حرف رو به خود من گفتم و یک مقدار واقعا خورد تو ذوق من. ولی به قول معروف گفتنی وقتی زندگی نامه بزرگان رو بخونی گاهی اوقات میگه خب پیش میاد، فقط برای من نبوده، برای بعضی هم بوده، برای اونایی که توی این مسیر پا گذاشتن هست. من توی همین شهر هولوش 52 تا دونه نقاشی کشیدم، توی همین اتاقی هم که هستم کشیدم. چرا گفتم کشیدم؟ چون من از آقای بهروز بوچانی فکر کنم میشناسیدشون، هیچ دوستی به جز کوهستانها. ایشون پناهنده بود توی استرالیا و فرستاده شد، یا بهتره بگیم تبعید شد به مانوس، و از اونجا از طریق واتساپ که شلوار و دو تا دونه کفش و تیشرت و اینا رو داد به یکی از بومیای اونجا و یه دونه گوشی گرفت با یه خط و تونست از طریق این گوشی و خط با دوستش مخابره کنه به صورت چت و کتابی رو بنویسه به اسم هیچ دوستی به جز کوهستان ها. آقای بهروز بوچانی از کردای عزیز کشورمون هستن. این کتاب چاپ شد و همین کتاب منجر شد که اون تبعیدگاه یا اون زندان جمع بشه. برمیگردیم به شعار یا به عقیده خود کانون، اطلاع رسانی و آگاه سازی دیگران. ما مجبوریم این کار رو بکنیم. یعنی من که الان توی این شهرم، البته تا 3 ماه قبلش من کارت بیمه نداشتم، یعنی اگه توی یک شهر دیگه من مریض میشدم باید سوار قطار میشدم میومدم توی شهر خودم، میرفتم شهرداری و به هم یه کاغذ میدادن تا بتونم برم دکتر. و الان اتفاقی داره میفته که خونه ها رو، البته دوتا دوستان عزیز ایرانی دنبال این قضیه هستن که خونه ها رو از پسرای مجرد و ایرانی ها و افغانی ها میگیرن و به اوکراینی ها میدن. حالا این به اون صورت ثابت نشده، فعلا فراخوان دادن ببینن اگه شخصی همچین کاری باهاش شده ازش برنامه بسازن. من خودم شاهد دیوانه شدن، یعنی در این حد بگم دیوانه شدن دو انسان هستم. یعنی توی اینجا دقیقا من راسکولنیکوف رو توی اینجا به صورت عینی دیدم. یک شخصی بود، بوکسور بود، اهل اهواز بود. ایشون اومد اینجا، درست مواد مصرف کرد ولی توی شهر خودش، یعنی توی ایران، به هیچ عنوان حتی سیگار هم نمی کشید. ایشون به جنون رسید، واقعا به جنون رسید، یعنی شبها میرفت جنگل میخوابید. و یکی دیگه از دوستانمون سیانس داره، این رو برگردوندم فرانسه، فرانسه گفت نمیخوامت، فرستاد اینجا، اینجا گفت نمیخوامت. این بنده خدا آواره شد و چند روز پیش وقتی داشت با من حرف میزد میگفت دو تا زنبور بزرگ از پنجره اومدن تو و باهام درد و دل کردن. این واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه بزرگیه، یعنی هیچ جوره نمیشه ازش گذشت. من دارم تلاشم رو میکنم به اندازه خودم. به نظر من تا وقتی که ستون نشدی، یعنی آدمی نشدی که بتونی پاتو محکم بکوبی زمین، حرف بزرگتر نزن، لهت میکنن، چون اینجا چندین بار کم دود ما رو له کنن. و یک راهکاری رو به دوستان بگم، وقتی وارد آسلندر بوردر میشین، یعنی اداره مهاجرت، حتی شده به صورت نمادین گوشیتون دستتون باشه، دیگه باهاتون بدرفتاری نمیکنن. اینم یکی از دوستان به من یاد داد، منم که این کارو کردم واقعا دیگه با هم بدرفتاری نکردم. یعنی آسلندر بوردر اینجا فوق العاده با ما، یعنی بد رفتار میکنه، یعنی اصلا به اون صورت خوب صحبت نمیکنه. و یک صحبتی هم که از دوستان ایرانی میشنویم و خیلی واقعا دردناکه و ازتون خواهش میکنم این رو نگید، میگن که فرش قرمز که براتون پهن نکردم. خب عزیز من برای تور و دیسکو اینجا نیومدم که، من جونم رو برداشتم فرار کردم، من زندگیمو گذاشتم اومدم، من دوباره اومدم اینجا مثل یک بچه اول ابتدایی شروع کردم، از اول دارم الفباشو یاد میگیرم. یعنی الان هیچی ندارم. توی آلمان از 15 سالگی طرف کارش مشخصه که کارش چیه، شاید توی 16-17 سالگی دیگه وارد کارش بشه، بازار کار بشه، ولی ما هنوز لنگ در هوای نمیدونیم چه خبره. ممنونم ازتون. متشکرم آقای سعادتی عزیز، ممنونم. بله جناب آقای شایگان بفرمایید، میشنویم شما رو. منم دوباره درود عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. واقعا همه صحبت ها رو دوستان انجام دادن. پناهندگی که خب مشخص، نامش مشخص چیه، مثلا برای چی یه شخص پناهنده میشه، خب جونش در خطره به هر دلیل، اصلا دلیل داره یا نداره. ببینید ما، شما اول صحبتتون گفتین در مورد ایران که پناهنده های افغانستانی رو به چه شکل
پذیرا هستن متاسفانه. حالا افغانستانی هست، در زمان جنگ ایران عراق از کردهای عراق هم بودن توی ایران می اومدن، خیلی شرایط بدی داشتن و دارن الان افغانایی که تو ایران هستن. شما حساب کنید که چقدر کشور افغانستان اوضاعش نامناسبه که پناه میارن به یک کشوری که خودش بزرگترین ناقض حقوق بشره به نام جمهوری اسلامی ایران. یعنی پناه به اینا میارن و اینا رو هنوز نمیپذیرن. این بحث اول. بحث دوم، آقای سبزیان گفتن ما تازه رسیدیم به صفر. من میگم که پناهندگی واقعا سخت‌ترین کار دنیاست، چون ما از زیر صفر شروع میکنیم. همه ماها توی کشور تو ایران به هر حال خانواده داریم، زندگی داشتیم، کار، حالا هر چی، موقعیت اجتماعی، همه اونها رو رها کردیم، ریشه خودمون اونجا گذاشتیم، یک تنه برداشتیم آوردیم اینجا و زیر صفر هستیم. یعنی ما تازه باید چندین سال زحمت بکشیم، زبان، فرهنگ، قوانین، همه موارد، تازه برسیم به صفر. بعد از اون تازه شروع کنیم به پله به پله بالا رفتن، اگر به همون اجازه بدن. یک دوست دیگه‌مون هم یک موضوعی راجع به تبعیض گفتش که عطف به ما سبق می‌کنه دولت انگلیس. من میگم تو آلمان هم من برای خودم اتفاق افتاده، هستن تو این جمع دوستانی که میتونن تایید کنن. من ژانویه 2019 اومدم آلمان، بعد یک قانونی اجرا کردن که از آگوست 2019 فکر میکنم هر کی بیاد دیگه بهش کورس نمیدن. ولی خب این موضوع به ما هم که قبلش بودیم یعنی ما بهش چیز شدیم، عطف به ما سبق شد و به ما گفتن که همه دوستان میومدن مدتی میموندن میرفتن، به ما گفتن که شما باید 2 سال تو کمپ بمونی و ما 2 سال تو کمپ بودیم. این یکی دیگه از تبعیضا بود. مورد سوم، مسئله که توی انگلیس شما هم اشاره کردین که داره اتفاق میفته، ما اینو قبلا هم البته دوستمون اشاره کرد که توی استرالیا بود. اگر همه سازمان‌های حقوق بشری به اون موضوع شدیداً اعتراض می‌کردن و یه راهکار عملی انجام میدادن، امروز شاهد انگلیس نمی بودیم. اما چرا حکومت‌ها و دولت‌های اروپایی و غربی مهاجر پذیر هستن؟ من اینو یه مقاله مفصل نوشتم، امیدوارم که یه روز چاپ بشه توی بشریت، که خاورمیانه خب یک کشور، یک منطقه که پر از ثروت و منابع زیرزمینی و منابع انسانی. اروپا یک کشور، یک قاره پیریه و صنعتی، نیاز به کارگر ارزان داره. خب پس چه بهتر از این که بیاد توی خاورمیانه جنگ افروزی کنه، ایجاد آشوب کنه، ایجاد بلوا کنه و مردم اون منطقه رو به سمت اروپا سوق بده و با کمترین امکانات و با کمترین هزینه بتونه چرخهای اقتصادش رو بچرخونه. این یک موضوعی که واقعا هست، نمیشه نادیدش گرفت و امیدوارم که یک روزی بتونیم ما اینا ثابت کنیم و به گوش جهانیان برسونیم. ممنونم که وقت دادید. سپاسگزارم آقای شایگان عزیز، متشکرم. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. درود متعدد. ببینید تو بحث حقوق بشر، برای حقوق بشر ما میگیم که همه در برابر قانون برابرن، ولی چیزی که الان ما تو آلمان میبینیم یه سری اوکراینی‌ها برابرترن، چطور؟ به صورتی که حتی خود صدای آلمانی‌ها هم در اومد. یعنی شما بدون داشتن مدارک فنی یا دانشگاهی میتونید یه شغلی داشته باشید، چیزی که خود آلمانی‌ها برای اون مدارک رو داشته باشه. این خیلی فاجعه است، فقط چون که اوکراینیه. مثلا من خودم تو شهری که هستم، شما بعد مثلا تا ساعت 8:30 بری آسلنده، بعدش فقط اوکراینی ها میان، یعنی بدون هیچ ترمینی، بدون هیچ نوبتی میان. شما دیر رسیده باشی بهونه میکنم میان شما بری. یعنی شما حتی برای دسترسی به خدمات وزارت خارجهشون یا اداره مهاجرتشون بستگی داره مبدا کشوری که اومدی کجاست، در این حد تفاوت قائل میشن. خوده دوستمون که میگفت من نقاشم و اینا، اومد دوستمون اینجا ورزشگاه رفتم، گفتم چی؟ گفتم من ورزشگاه میخوام بدونم. گفتم من اومدم اینجا اولاب، اومدم این تفریح، تو اومدی اینجا پناهنده بشی و بری کار کنی. اینا کاری ندارن، طرف هنرمند ورزشگاه چیه. یا از اون بعد میبینیم مثلا اوکراینیا میان،
بدونی که اینترویوی بشن بهشون اقامت 3 ساله میدن، بدونی که نگاه کنه اصلا تو اون قسمت اصلا اوکراین اصلا جنگ هست یا نه، اونجایی که مثلا غرب اوکراینی که جنگ نیست. چطور میام میگم مثلا آقا فلان جای عراق جنگ نیست، در عراق میگم برگردیم مثلا فلان منطقه شنگ نیست مشکل نداره برگرد، اوکراین هم همونه دیگه مثلا غربش که جنگ نیست. در مقابل میبینیم که میان بهترین جواب بهترین هتل ها اقامت میدن بهشون و مثلا یه چیز ساده است که مثلا به جای که همه پناهنده 300-400 یورو میدن به اونا میان 600 یورو. یعنی تفاوت ها تو هر چیزیش که میبینی تفاوت فاحش. مثلا همین دوستون که میگه کارت بهداشت بهشون چرا شاین میدن به جای کارت، به اینا از روز اول هم کارت بیمه میدن. یعنی نگاه کنه هر زاویه میبینی دقیقا مثل مزرعه ایوانات شده، اینا خیلی برابرترن. که اون اوایل جنگ هم بود که چند تا خبرنگارشون یه حرفایی زدن خودشون تکذیب کرد، ولی خب باورشونه که این خبرنگار حرف میزنه، میگن اینا چشاشون آبیان موهاشون هم بوره. ما داریم میرسیم به جایی که الان به اول یه زمان میگفتیم جمهوری اسلامی راست داره اینا خوبن، الان باید ببینیم اینا هم تازه توجیه کنیم که با شما خوب باشه. یعنی شما میبینید هر کدوم از بیانیه حقوق بشر یه جوری دارن خودشون نقض میکنن و اگر حالا سازمان‌های حقوق بشری درست اقدام نکنن محکم وای نستن، هر روز شاهد اینیم که موارد دیگه بیانیه حقوق بشر راحت خودشون نقض میکنن، هیچ کم نمیتونه حرف بزنه. میبینیم که خب به قول دوستانشون مریض روانی شدن، میشه معتاد شدن. چرا؟ چون که اینقدر طرف سرخورده میشه، اینقدر طرف معطل میکنن. چون خود من برای یه مدرک تحصیلی تایید بکنن 2 سال طول کشید، در صورتی که خب یا شما مدرکی کشور قبول داری یا نه، اگر شک دارین که خودم دانشگاهشو میتونید تایید بکنید، خب من خودم دانشگاه تهران درس میخونم، بالاتر از اون که دانشگاه نداریم که. شما یا باید بگین کلا مدرکی کشور قبول ندارین یا حداقل دانشگاه برترش رو قبول داشته باشید. شما رو 2 سال معطل می‌کنم یکی مثل من نوعی رو که سر قید مدرک تحصیلیت بگذره، بری اون ابزاری بشی که اونا میخوان. قول ایشون شما حق نداری هنرمند باشی، من کارگر. این پس کجاش حقوق بشره؟ این یه جور استعمار دیگه. شما انقدر گرمی دارن معطل میکنن که اونی که اونا میخوان باشی. متشکر از این وقت کردن. ممنونم آقای احمدی خواه. حالا یه سری از دوستان به این نکات اشاره کردن. ببینید بحث عدم تبعیضه، حالا ای که با اوکراینی این کارو میکنن یا با فلانی چرا نمیکنن، با اوکراینی باید این کارو بکنن، یعنی جزء وظایفشون و جزء حقشون، بالاخره توی این کشور الان جنگه و در واقع پناهجویی که از اوکراین میان خب یه چیز نرماله، باید این اتفاق بیفته، این غیر عادی نیست. ولی بحث اینه که چرا تبعیض، چرا مثلا برای فلان کشوری که خب اونم درگیر جنگه، اونم مشکلات خودشو داره، چرا برای اون این کارو انجام نمیدی؟ وگرنه خب این که حالا به فلان چه میدونم اوکراینی دارن کارت بیمه میدن، خب این حق اونه و باید بگیره، ولی برای بقیه افرادی هم که از بقیه کشورهای دیگه میاد باید به طور برابر و مساوی برای اونام این حق حقوق باشه. یعنی بیشتر صحبتای ما در رابطه با عدم تبعیض، در واقع این عدم تبعیض باید از بین بره، نه اینکه حالا مثلا فلان شخص از اوکراین اومده مثلا نباید اینجوری باشه. خب حالا این به نظر من درست نیست و اون عدم تبعیض در واقع باید ما یک کاری کنیم اون از بین بره. جناب آقای سبزی ها بفرمایید. خیلی ممنون دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من واقعا خوشحالم که اصلا این بحث آزاد موضوعش این شد که بتونیم با هم مثلا بیشتر بگم درد و دل کنیم، با هم بشینیم صحبت کنیم در مورد واقعا تعبیسایی که ما داریم تو آلمان میبینیم متاسفانه. من مورد دوم در مورد همین کشور آلمان خواستم صحبت کنم، در مورد همین قوانینی که هست. حالا دوستان اوکراین رو مثال زدن، اوکراینیا خب ببینید پناهنده هستن. من به شخصه به خاطر این تبعیض اوکراینیا رو مقصر نمیدونم، من خب سیستم رو دارم مقصر میدونم. که ببینید حالا آقای احمدی خان درست فرمودن، ببینید الان من کسایی رو میبینم که داره به زبان انگلیسی داره توی دانشگاهی درس میخونه که اصلا رشته دانشگاهی به انگلیسی نداشته، یعنی که اومده اونو گذاشته براش که بیان درس بخونن و اصلا اون شخص کاری نداره که چیکار است. میگه چی میخوای بخونی؟ بیا اینفورماتیک شو. چی میخوای شما بخونی؟ بیا با انجینیر شو. اصلا کاری نداره اون چی خونده چی نخونده. و ولی ما که میرسه نمیدونم برو اینا آنکم زبان فلان داشته باش،
کلاس زبان هم بد نمیدیم. من یه فکرم آقای سعادتی فرمودن گفتن که ما کارگر میخواییم، من یادم نمیره، من چون جزء همه افرادی بودم که اینتراکسیون کورس به من هیچی ندادن و زبان خودم خوندم و یادم نمیره، حالا داشتم یه جایی رفته بودم برای یه آسفلدونگی داشتم صحبت میکردیم، گفتم که آقا من اینجوریه، من میخوام این آسفلدونگو بزنم، اون قضیه مال مثلا سال پیشه، و این شخص اومد اینو به من گفت خیلی ساده، یعنی خیلی روکا، چون آلمانی هم میدونید خیلی روکن، اومد به من اینجوری که گفت ما بهت اینتراکسیون کورس ندادیم، تو چه جوری انقدر زبانت خوبه؟ من همینجوری موندم، یعنی همینجوری موندم که چی به این بگم، بگم که خب، یعنی همین الان هم موندم چی بگم واقعا، و همین دقیقا همینجوری مستقیم اینو به من گفت، گفت ما بهت اینتراکسیون کورس، ما اصلا به زبان آلمانی اصلا چجوری یاد گرفتیم، و دیگه طلبکارم از من بود که من چرا زبان آلمانی رو یاد گرفتم، و این تبعیضا هست. ببینید من حالا آلمان مثال زدم، فکر کنم آقای یه دوستی بود حمزه زاده بودم فکر کنم، اگه برای حالا مجردا صحبت کردم به خصوص آقایون، حالا من میگم من با آقای ناصری هم موافقم، مسلما خانم ها متاسفانه تبعیض برای همه هست، حالا یکی یه ذره بیشتر یکی یه ذره کمتر. ببینید یونان، من یه مثال از یونان بزنم، من اینو زیاد نمیگم ولی خب واقعیت محضه. ببینید من با اون شخصی که اونجا صحبت میکردم اومد یه مثالی به من زد، گفت ببینید اولویت ها میدونی اینجا چجوریه؟ گفتم نه. گفت اول کودکانه، بعدم میشه خانمای مجرد، بعد میشه خانواده. خب من انتظار داشتم بعد خانواده بگه مرده مجرد، ولی با حالا نمیدونم اصلا خودم برای خودم غیر قابل باوره، ولی گفت که بعدش سگه، بعد جنازه است، بعد مرد مجرد. همینجوری به من گفت، همون شخصی که وایساده بود اونجا توی کتخاکی خود یونان، و من موندم اونجا که یعنی گفتش اول سگ، بعد جنازه، بعد مرد مجرد، همینجوری به من دقیقا، و من موندم همونجوری موندم و ازشم نگاش میکردم. و حالا آقای سعادتی اومدن امروز کتاب خیلی خوبی هم معرفی کردن. ببینید زندگی تک تک ما خودش یه دونه جنایات و مکافات توش در میاد حداقل، و متاسفانه این تبعیضام که همدیگر رو واقعا نمیدونم، حالا سیستمی که هست جامعه خود آلمان هم متاسفانه این تبعیض توش هست. حالا میگم چشت آبی باشه، موات نمیدونم بلون باشه، و این تبعیضا متاسفانه وجود داره، و بیم روک بگیم، بیم خیلی ساده بگیم، واقعا نژاد پرستی همه جا هست، حتی ما خودمون ایرانی ها هم نسبت به افغانستانی ها نژاد پرست بودیم، و حالا یه سری ها همزم هستن که آقا این چرا اومده اینجا، این آلمانی هم یه سریشون همچین حسی نسبت به ماها دارن متاسفانه که چرا ما اومدیم اینجا، یعنی که حالا اومدید اینجا حق نداره شما چیزایی بخونید که ما میتونیم خودمون باشیم و بخونیم، شما برید کارگر بشید، و اینا هست، اینا تبعیضا متاسفانه هست، و من به شخصه واقعا امیدی ندارم که این نجات پرستی ها و این تبعیضا حالا حالا ها هست، یعنی امکان نداره که حالا توی اینجا که هست، یعنی شک نکنید تو آلمان حالا حالا ما این تبعیضا رو داریم، و اون آی شایگان بودن اگر گفتن که من گفتم که از صفر شروع کنیم، من این صفر شروع کردن از اینکه بعد 4 سال دارم میگم تازه داریم از صفر شروع میکنیم که زبان رو خوندیم، کارامون رو کردیم، همه چیز تازه داریم از صفر شروع میکنیم که ببینیم چیکار باید بکنیم. من یه جای کار داوطلبانه میکنم، همه 18 19 سالن، و کسی که اونجا داره مثلا بالا سر اونا همسن منه و داره مثلا بهشون میگه این کارو بکنید، این کارو بکنید، اینجوری، و قضیه همینه. ببینید ما خیلی از سالهای زندگیمون رو واقعا باختیم، و ولی باور به این دارم که حالا میتونیم باز تلاش کنیم. و یه موردی هم هست متاسفانه، ببینید من همیشه میگم سیستم مقصره، اینا مقصره، یه جای خودمون هم هستیم دیگه. ببینید بارها شنیدید برای 7 سال 8 سال هر کشوری که هست نمیاد اون چیزایی که باید آموزش بده، اون هم وطن خودش، حالا نمیخواد به کسی دیگه نشون بده اصلا، به هم وطن خودش نمیگه، میگه که من بعد 8 سال فهمیدم این تازه اومده، واسه چی بریم بگم همینجوری، بابا اینم هموطنته، اینم تازه اومده. ای کاش از خودمونم هست، یعنی یه سری چیزام باید بریم از خودمونم شروع کنیم متاسفانه،
چون ما خودمونو داریم فقط به نظر من به شخصه توی یه سری شرایط واقعا اگر قرار باشه هوای همدیگر رو خودمون هم نداشته باشیم مسلماً شک نکنید کسایی که دیگه حالا به اصطلاح هموطن ما هم نیستن هوای ما رو ندارن. من مایکرو رو هم کنم. مرسی. ممنونم آقای سبزیان. متشکرم. جناب آقای بازداران. بفرمایید آقای بازداران. مایک در اختیار شماست. مرسی. درود بر شما. میخواستم فقط یک قرار کوتاه با آقای حمزه‌زاده ابراز همدردی بکنم و البته به عنوان یه آدم متأهل و دوتام بچه دارم ولی این تعویضی که شما میگین برای آقایون مجرد تنها نیست، این فشار رو روی ما هم میاره، نه فقط خودم تنها، نه خانم هم این مشکل رو داره، کلاس بهمون ندادن، یه سری مشکلات دیگه واسه همون پیش آوردن، همین تعویضی که دوستان میگن الان شامل حال ما شده از زمانی که دوستان اوکراینی تشریف آوردن. من بعد از 4 سال درخواست دادم که یه قانونی بود که بعد از 4 سال میتونستی درخواست اجازه کار نامحدود بدی. من درخواست دادم، خب اکثرا نمیدونن، اینم خود آسلندر بردم که تقدیم نمی کنه مگر اینکه کسی پیگیرش بشه. من درخواست دادم و ایمیل و پیگیری و اینا، به من یه دونه اجازه کار نامحدود دادن که بتونم باش هر جایی میخوام کار بکنم و اینکه محدود میکنن هم اون آقایی که اون صاحبکاری رو که باش بتونی کار بکنی رو اسمش رو مینویسن، هم تایمش رو محدود میکنن و حالا من خوشحال با اون رفتم یه کار پیدا کردم و رفتم سر کار و اینا. حالا که میخواستم جا به جا بکنم، یک ماه قبلش یه کار بهتر پیدا کردم، خواستم جا به جا بکنم، یک ماه قبلش برای تمدید آسفایش رفتم آسلندر بپرده، اجازه کار نامحدود من رو برداشتن، چیزی که خودشون داده بودن و محدودش کرد. گفتم چرا اینطوریه؟ گفت که قانونه. بعد ایمیل نوشتم، جواب ایمیلم رو فرستاده، یه قانونی از زمانی که اوکراینی اومدن سری اینا تصویب کردن که ما رو محدود بکنن که اونها بتونن کارها رو بهتر چیز بکنن به دست بیارن. اینم تجربه ماست که الانم یه دونه درخواست اجازه کار با این شرکت جدید دادم و الان 6 هفته است که منتظرم که یه دونه ترمین 5 دقیقه به من بدن تاییدش بکنم. من تماس گرفتم اونجا آسنده برده، خیلی خونسرد میگن که دست ما نیست، رفته دست آگین پرابای. تماس میگیرم اونجاها، گفت یه خورده بحث کردیم و اینا با این خانومی که خیلی خون سرد صحبت میکنه پشت گوشی. من گفتم آقا کارتون 5 دقیقه است، چرا میگین 4 تا 6 هفته زمان میبره؟ گفت اگر 5 دقیقه است خود چرا تاییدش نمیکنی؟ و همین راحتی. گفتم که، گفت شما هم مثل بقیه باید بمونید داخل صف، جمعیت زیاده بود، نمیدونم چی. گفتم که چرا بقیه اینطوری نیستن، اوکراینی‌ها اینطوری نیستن؟ گفت چرا، اوکراینی‌ها هم اینطوری هست، فکر میکنن که مثلا ما اطلاع نداریم. خب نه، اینا اصلا احتیاجی به اجازه کار ندارن، نه فقط اوکراینیان، سوریه هم همینطور هستن، یه سری کشور دیگه فکر میکنم 5 تا کشور مجموعه باشن، قبلا ایران هم جزش بود و ایران رو از توش آوردن بیرون. این تبعیض برای همه هست، این فشار هم برای همه هست. فکر کنم چند دستگی نباشه بهتره، لااقل پناهنده ها خودشون هوای خودشون رو داشته باشن. خانواده ها رو هم هیچ امتیاز خاصی برایشون در نظر نمیگیره، حداقل برای ما که نگرفتن. آره، من بیشتر مزاحم وقتتون نمیشم، ما که رها میکنم، تجربه خودم فقط خواستم در بذارم. ممنونم آقای بازداران، سپاسگزارم از شما. جناب آقای سعادتی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. میخواستم به دوستان عزیز بگم که اگه ما داریم گلایه میکنیم، هدف ما این نیست که ما اینجا بهمون مفت مفت پول بدن. گلایه‌ای که شنیدین دوست عزیزی که الان کرد، دقیقا گلایه ما گرفتن اجازه کارمونه. ببینید، من توی یک شهر دیگه یک داروی خریدم و این دارو رو به من 10 یورو گرونتر دادن و قبل از اینکه برسم خونه، تقریبا میشه گفت که یه روز بعدش من حرکت کردم، خونه دوستم بودم، رسیدم خونه 10 یورو با پاکت توی صندوق پست من بود. یعنی اینها تا این حد اطلاع دارن، یعنی یک داروخونه از طریق آیس فایس من آدرس من رو پیدا کرد و اون 10 یورو اضافه رو واسه من فرستاد.
حالا منظورم از گفتن این حرف چیه؟ من میخواستم دوربین بخرم، تو میخواستم مستند این دوستمون و دوست دیگه ای رو بسازم که تحت فشار متاسفانه کارشون به جنون کشید و مجبور شدم یه گولد کارت بردارم، کریدیت کارت بردارم. اینها میدونن، خب درسته این کریدیت کارت مال آلمان نیستش، و از این طریق من از سایت اوتو خرید کردم، چون کار داشتم توی شرکت LMC به عنوان نجار کار میکردم، کارم هم فوق العاده خوب بود. یعنی با این که میتونم بهت بگم که باند یک A, B, C شو من کار میکردم بدون این که اینا با من حرف بزنن، چون کارم نجاری، اصلا نیازی نبود اینا به این توضیح بدن، کارم رو انجام میدادم خودم. توی ایران با هنر نمیشه نون در آورد، مجبور بودیم سر ساختمون کار کنیم و به عشقمون بپردازیم، یعنی به فیلمسازی و هنر بپردازیم، واسه همین اون کارم یاد گرفتیم. حتی میتونم بگم اون کسی که اونجا اوستاکار بود یا بالاسری من بود و منو زده بودن هلف تیشلا، یعنی کمک دست این، اون خودش گاهی اوقات نمیدونست اصلا این ابزاری که دستشه به چه دردی میخوره. من حتی رفتم پیش شف اعتراض کردم، گفتم که من از این بیشتر حالمه، چرا به من زدین تیشلا هلف، چرا منو گذاشتین دستیار این؟ گفت چون تو آسپیلدون نداری و برای آسپیلدون نیازه که حرف بزنی و فلان و بلان و ریاضیات و اینا، که از پسش من نمیتونستم واقعا بر بیام. حالا از این بگذریم، فقط خواستم این رو بگم که با این تفاصیل من یه سری اجناس قسطی برداشتم به خاطر کارم، سیستم نور و میکروفون و لپتاپ و اینجور چیزها که بتونم کارم رو انجام بدم، و کار من رو از من گرفتن و من رفتم اداره مهاجرت، برگشتم گفتم که دوست عزیز بزرگوار، من از روزی که پامو گذاشتم توی این شهر دنبال کار بودم و کار میخواستم و الانم کار رو پیدا کردم و یه سری جنس قسطی برداشتم و الان من دیگه ندارم. شما حقوق منو کردی 170 یورو و از این 170 یورو میگی چون قبلا کار داشتی دو ماه از من اجاره خونه داری میگیری که میشه 100 یورو. خب علاوه بر اون از شانس بد من تیکت خریده بودم، هر چی به یارو گفتم ولی تیکت رو اشتباهی خریده بودم، اونم جریمه شدم و اوتو هم به من زنگ زد، سیم کارت اوتو، و به من گفت که آقا این ربطی به قرارداد نداره، شما فقط بگو یا. من بینوا هم گفتم یا، یه قرارداد با مبلغ 38 یورو رفت توی حسابمون. یعنی ماه به ماه من حتی اعتراض کردم، تلفنی زنگ زدم گفت اوکی کنسلش میکنیم. بعد از این که من توی شهر دیگه بودم اومدم خونه، دیدم یه نامه اومده با یه جریمه، دیدم توش سیم کارته، زنگ زدم گفتم آقا من زنگ، گفت اینجا آلمانه با زنگ زدن کار درست نمیشه، شما باید ایمیل میفرستادید. گفتم خب من که صحبت کردم با سرویستون، زنگ زدم به من گفت اوکی، حتی تاریخ تولدمو پرسید، همه چیمو پرسید و گفت کنسلش میکنم، ولی این کارو نکرد. و الان واقعا تنها چیزی که شخص خود بنده از دولت آلمان میخوام اجازه کارمه، نه میخوام به من بیمه بده، نه میخوام نمیدونم خونه بده، هیچ، فقط اجازه کارمو میخوام. من گلیم خودم رو میتونم از آب بکشم بیرون، ولی متاسفانه اجازه کارو بهم ندادن و من برگشتم گفتم خب الان من چیکار کنم، قسطامو چطوری بدم؟ گفت قسطاتو نمیدی، میری توی شفا. شفا اگه دوستانی که داخل ایران هستن نمیدونن چیه، یه سازمانی هست، یه اداره هست که این اداره تمام یعنی قراردادهای شما رو واسه خرید چیزهای قسطی رو داره، اگه شما پول رو پرداخت نکنی میری داخل اون لیست و دیگه به شما نه چیز قسطی میدن، حتی خونه اجاره کردنتون هم به مشکل میخوره. به من گفت میری توی شفا. گفتم خب من حداقل دارم 170 تا میگیرم، چطوری قسط اینها رو بدم؟ من قسط اینها رو بدم خودم گرسنه میمونم. برگشت گفت گرسنه میمونی برمیگردی کشورت. میگم مرد حسابی، من توی کشورم نمیگم بچه مایه‌دار بودم، من بچه کارگرم، افتخارم میکنم، البته نه به خاطر فقر نمیشه، واسه فقر نمیشه افتخار کرد، باید آدم سرشکسته باشه، باید تلاش کنیم که از اون فقر بیای بیرون. آدم واسه جایی که هست نباید افتخار کنه، باید تلاش کنه بره بالاتر. من از شاگرد چای فروشی رفتم اوستاکار کابینت شدم، یعنی توی بازارچه استکام میشستم، چای میفروختم، ولی از اون مسیر رسیدم به اوستاکاری و افتخار میکنم تا اون جایی که بودم. من یعنی همچین جایی، من ابزارامو گذاشتم و فرار کردم از ایران، اومدم بیرون و پای پیاده اومدم. من یک ماه و نیم تو مسیر بودم گرسنه تشنه، و الان شما داری به من میگی برمیگردی مملکت؟ من برگردم بلافاصله اعدام میشم. شهر من شهر کوچیکیه، من کانال دارم، من کلی برنامه دارم در مورد عقاید، ولی متاسفانه شما میگی بری کل میگه ببین اینها به من هیچ ربطی نداره. دقیقا همین حرفو زد، گفت اینها به من هیچ ربطی نداره، شما الان فقط به من گفتن شما باید پاسپورتتو بیاری،
اون موقع میتونی اجازه کارتو بگیری. گفتم خب گشنه موندن بهتر از مردنه. همینجوری بهش گفتم. اونم گفتی که خودت میدونی. و ما اومدیم دوباره سر جای اولمون و الان میشه گفت که یه 4-5 ماه من تو خونه بدون کار هستم، ولی البته بدون کار کارهای خودم رو انجام میدم. فیلم برداری میکنم، میکس میکنم، خلاصه یه سری نمایشنامه مینویسم و کتاب میخونم. ولی به هر حال آدمیزاد نیاز به کار داره، مخصوصا آدمی که پرتلاش باشه واقعا دیوانه میشه. گاهی اوقات من میزنم میرم توی همین جنگل کنار خونه فقط آشغال جمع میکنم، نه به خاطر اینکه خودمو نشون بدم، چون اینجا هیچ کس نیست. یعنی کمپ ما یه جای دور از شهره، فقط به خاطر اینکه یه کاری انجام داده باشم. چون آدمیزاد نیاز داره که شب موقع خواب با پیش خودش بگه که من یه کار مثبت کردم، وگرنه به بتالت بگذرونی به نظر من عمرت کاملا به فنا رفته. یعنی من حداقل میگم حداقل این قسمت آشغالش رو جمع کردم. ما فقط اجازه کارمون رو میخوایم. ممنون. سپاسگزارم آقای سعادتی، متشکرم از همه دوستان، همکاران عزیزی که در بحث آزادمون امروز شرکت کردن. بحث بسیار عالی بود در رابطه با عدم تبعیض و در واقع در رابطه با تبعیضاتی که متاسفانه در رابطه با حق پناهندگی که در واقع باید حق هر انسانی باشه، هر انسانی باید بتونه از این حقش استفاده بکنه صحبت کردیم. دوستان نظراتشون رو بیان کردن، بسیار عالی و خوب بود. تشکر میکنم از همه دوستان، از همکارانی که در برگزاری این جلسه با ما همکاری کردن، منشی جلسه آقای آرشا کچویان، ضبط صدا و تدوین جناب آقای احسان احمدی خواب و آقای پویا حسابی، ادمین ها جناب آقای محسن سبزیان و خانم مرجان شعبان نژاد، و عزیزان و همکارانی که امروز در جلسه امروز ما رو همراهی کردن. من ختم جلسه رو در تاریخ 26 یونی و در ساعت 17:40 به وقت اروپای مرکزی اعلام می‌کنم. سپاس از همه و همگی خسته